بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 8 مارس 2019 میلادی، روز زن، برابر با 17 اسفند. 17 اسفند یا 17 دی بود روز زن بود در ایران. خلاصه والا همه روزها روز زن باشه، همه روزها هم مبارکشون باشه، چون این زنها بنده خدا خیلی زحمت میکشن، از اون اولی که ما رو به دنیا میارن و تمام این مدتی که از ما نگهداری میکنن. و یه جایی یه چیزی خوندم، فکر کنم یک نویسنده انگلیسی نوشته بوده که میدونید که میگن خدا همه جا هست، از لحاظ فیزیکی امکان نداره، به همین خاطر خدا زنها را آفرید که اونها همه جا باشند، به این وسیله نمایندگان خدا همه جا هستند. یه چیزی از این چیزی که من گفتم خیلی قشنگتر. خب اجازه بدید تشکر کنم از دوستی که روی فیسبوک برای من چند تا نقاشی فرستاده و یکی از اونها اینه که الان پشت سر من میبینید. ازش پرسیدم اجازه دارم این نقاشی ها رو تو برنامه نشون بدم یا استفاده کنم، ایشون گفت بله. حالا نمیدونم ایشون بیننده برنامه ما هست یا نه، آیا اجازه دارم که اسمش رو هم بگم یا نه، فعلا اسمش رو نمیگیم تا روزای دیگه. یه چند تا نقاشی خیلی قشنگ کرده، ولی وقتی من بی هنر از این نقاشی ها چیزی نمیفهمم، ولی نگاه کردم اینا رو، فکر کردم یه طغیانی یه شورشی در درون این هنرمند هست. حالا اگه یه وقت فرصت بشه باهاش صحبت میکنیم ببینیم چه خبره این نقاشی ها، چرا اینجوریه. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. البته اینو ما مجبور شدیم یکم اندازه شو میبینید، فکر کنم رنگ و روغن هم هست، چون این چیزای بروس و اینا رو من میبینم. البته میدونید که یه سری نقاشی هم هست که از بروس استفاده نمی کنن و از همون وسائلی که مثل کارد هست و کاردک و اینها استفاده میکنن، خیلی هم قشنگه. آقای مانی عزیز و گرامی، سلام عزیزم، حالت چطوره؟ گفت که سلام بر تو ای دوست ای هموطن، سلامی که خیزد ز جان و ز تن، سلامی به گرمای آتش فشان، کند ذوب، نمیدونم این دشمنی ها و اینها. و امروز اینجا هوا به شدت سرده، داره یک برفی هم میاد. شیرازی ها به برفای اینجوری میگن سوسه برف، نمیدونم چرا بهش میگفتن سوسه برف، یه سوسه برف لیمی یواشی هم میاد و بعد تبدیل میشه به باران، بعد هوا یه دفعه فردا میشه دو برابر امروز، یعنی امروز که 28 29 30 هست، فردا میشه 60 و همه آمریکایی‌ها خوشحال وای میسن ماشینا رو میشورن. اینم خوشحالی در آمریکا. دو کار ما میکنیم، ویکند که میشه شنبه و یه شنبه، مثل ایران نیست که عدس پلو را بندازی بلند شی بری شاه ابوالخیر و شاه بهرامی و کوار و فیروزآباد و اینها. شنبه و یه شنبه میری وسایل توالت میخری، وسایل دیوار میخری، نمیدونم فلان کابینت میخری، هی داری درست میکنی. اون قبلی درست کرده به نظر خودش بهترین داده به شما، شما همه اونا رو میکنی دوباره میری. این وسط هم کار اونایی که این وسایل رو میفروشن، هوم دیپو، لوز، بیچاره هکینجری بود رفتش، اینا اینه که هر از چند سالی مدل ها رو عوض میکنن. یعنی شما تو خونه خودت نشستی، خودت رفتی این یخچال مشکی رو خریدی، الان چون هر جا میری دیگه یخچال اونا مشکی نیست، یخچال اونا استیله یا سفید، هم یه مدتی مد بود. یادتونه اون زردا از مد که میفته، همون از ماجرای از چشمم میفته. در صورت اینم از این ماجرا، و خوشحالم که امروز جمعه است. آمریکایی‌ها میگن TGIF، Thank God It's Friday. خیلی از ما ایرانی ها، خود منم از جمله یکیشون، اشتباه میکنیم، همیشه میگیم Thanks God، Thank God درست. و گفتم اتون 17 اسفند یادم نیست چه خبر بود، ولی روز زن
مبارک باد. امروز یه دوستی از آلمان تماس گرفت، من اول پیام ایشون رو پخش میکنم، ولی چون درباره دیگران صحبت کردن و خود ایشون نیست، اگه حاضر بشن بیان جلو تلویزیون هیچ مسئله نداریم، ما حرف اینا رو پخش میکنیم، اگه شکایتی هم دارن پخش میکنیم. ولی اگر قرار باشه من با یه نفر مصاحبه کنم، مثلا با آقای فرزاد نیساری، چون دوستمون هست، همشهریمون هست، معمولا آدم یقه کیه میگیره؟ یقه دوستش رو میگیره، دشمنه که ازت فرار میکنه، یا حریفت نیست به اصطلاح، چی میگن، یا تو از اون قوی تری محلش نمیذاری، یا اون از تو قوی تر در میره، بالاخره یقه دوست میگیره. این آقای نیساری اگه دوشنبه آمد اینجا، شما با دیدن ایشون فردا زنگ زدی گفت آقا شما با نیساری مصاحبه میکنی، اول برو تحقیق کن آقا این یک دزدی هست که نگو. بابا اینجوری نیست، سیستم تلویزیون، رادیو، روزنامه در دنیا اینجوری کار نمیکنه که اگر ما رفتیم تبلیغ یه چلو کبابی رو گذاشتیم، شما بیای بگی، تازه نگی من، بگی یکی از دوستای من رفته اونجا خوراک خورده، مثلا خوراکش خوب نبوده. واقعا آدمای بی انصافی هستی. نمیخوام بگم این خانم، اولا ایشون لطف کرده به من، میگه داداش کوچیک من هستی، ایشون خواهر بزرگ منه، بعد فرهنگیه دیگه از همه بهتر. راستی چرا به اداره آموزش پرورش میگفتن فرهنگ؟ من فکر کنم آموزش و پرورش درستر از فرهنگ بود، چون اداره فرهنگ یعنی چی. بله خب بیاین من این پیام براتون بذارم. او دوستی هم که دیروز از کانادا برای من زنگ زدید، چون 3 ساعت جوانتر از ما هستید، من منتظر بودم شما گفته بودی به شماره دیگر زنگ میزنم، زنگ نزدی. بعدم امروز صبح که میخواستم زنگ بزنم گفتم شما شاد خواب باشی، از بعد از برنامه هر وقت وقت داشتی به من زنگ بزن، خوشحال میشم. و بریم این پیام این دوستمون رو بشنویم و بیشتر دربارش صحبت کنیم. چرا من پیامو پخش میکنم؟ که تشکر کنم از کسی که برنامه رو دیده، بیشتر تشکر کنم از کسی که وقت گذاشته، زنگ زده، نظرش رو گفته. ولی اگه نظرش به نظر من درست نیست، پخش نمیکنم. داشته باشید گوشی رو. سلام عرض میکنم آقای پارسا سهروردی، ببخشید سهروردی، من از آلمان صحبت میکنم برای تو. بله ایشون از آلمان لطف کرده، ای کاش زنگ میزدن به صورت عمومی صحبت میکردن، به صورت خصوصی اسم کسی رو بردن، این آقا نمیدونم یه پولی از فلانی گرفته و اینها. یادتونه گفتم یه نفر زنگ زده به من که آقا ما به یه هنرمندی پول دادیم که بیاد کار پسرمون رو درست کنه ببره فلان کشور. گفتم اینجوری نمیشه، اگه اینجوری بخوایم عمل کنیم سنگ رو سنگ با وای نمیشه. چرا میگفتن سنگ رو سنگ وای نمیشه؟ برای که باید یه خونه بسازیم، این سنگو بزنیم روی سنگ، این سنگو بزنیم. اگه تا من این سنگو گذاشتم شما با لگد بزنی بهش، نذاری من سیمان بذارم، اون یکی بیاد ملات بذاره وسطش، که فایده ای نداره. شما میگی اون کسی که بخوای باهاش صحبت کنی اول تحقیق کنی، ما همینجا قبول داریم حرف شما. یک بقالی، نگیم بقال به اینا بر میخوره، بلند شده طرف هجرت کرده، بعضی هاشون میگن ما تبعیدی هستیم، میگه آقا جرم شما چی بوده، کدوم دادگاه تبعیدت کرده؟ میگه آقا خودم رو تبعید کردم. گفتم عجب قاضی بدی هستی، خودتو تبعید کردی به آمریکا، ساحل آرامش، خودتو تبعید میکردی به آفریقا، مخصوصا اونجایی که از گشنگی دارن میمیرن. بمانه یه سوپرمارکتی زنگ میزنه میگه سوربی من میخوام آگهی بذارم، به نظر شما بانوی فرهنگی از آلمان من باید چیکار کنم؟ باید اسم ایشون رو بنویسم، آقای اینجا میگن جان دو، جان دو میخواد آگهی بذاره، بیام یه 3 ماهی آگهی بذارم، بگم دوستان هر کسی این جان دو رو میشناسه به ما تماس بگیره، ما میخوام از ایشون آگهی بگیریم، مطمئن باشیم که کرش کره است، ماسش ماسه. بابا داریم که کس نگوید که ماس من ترش است یا ترش است. این ضرب المثل رو اگه به جاش استفاده کنیم بد نیست.
همه میگن من کارم خوبه، شما هستی که باید مواظب باشی که کلاتو باد نبره، شما هستی که باید دست بذاری رو کلات، یا شما هستی که باید یه کلا بذاری سر خودت که کسی دیگه کلا سرت نذاره. آقای نصاری، یه دوست داریم آقای جعفر محبودی کمرهی، مال کمره شیرازه، مال کمره استان فارس. این وقتی ما اینجا اومدیم آمریکا، من از روز سوم که رسیدم آمریکا رفتم با اجازت کار کردم و رفته بودیم یه جایی رو پیدا کرده بودیم، اجاره کرده بودیم، کرده بودیم فروشگاه و خرید و فروش ماشین کهنه، که چه تجربه بدی ما این 6 ماه داشتیم. خلاصه این آقای کومرهی وقتی صبحای چهارشنبه میرفتیم آکشن که ماشین بخریم یا ماشینی داشتیم بفروشیم، تا میرفتیم 3 تا کلا برمیداشت. من از کلا خیلی بدم میاد، حتی توی ارتش هم که بودم هی سعی میکردم زود برش دارم. بعد میگو بذارین سرتون، میگو حالا چه اصراری داری که میگی بذار سرمو؟ خب میذاریم اینجا، میبریم در مغازه میدیم به یه نفر. گفت نه، من این کلاها رو میدم به شما، بذارین سرتون که اینجا کسی کلا سر ما نذاره. یادش بخیر، رفته کالیفرنیا، یه مدت هم رفته تو کار هنر و شعر و اینا، شعر و اینا نمیدونم چی. میگه آقا کلاه منو برداشتن. کی کلاتو برداشت؟ راستی وقتی کلامون رو برمیدارن خودمون مقصریم یا همیشه اونا مقصرن؟ چون تو آمریکا میگه اگه شما یه بار به من کلک زدی خجالت و ننگ بر شما، ولی اگه بار دوم باز خود شما اومدی به من کلک زدی، دیگه این بار خجالت من باید بکشم، حالا ننگشم پیشکش. در صورت این بانوی عزیز زنگ زده و میگه ما یه دوستی داریم که این دوست ما با اون کسی که شما باهاش مصاحبه کردی یک معامله کرده و اینها. خانم گرامی فرهنگی، همیشه میگن هر داستانی، هر شکایتی دو سمت و سو داره. این ماجرای دوست شماست که برای شما گفته. شما با اون طرفی که میگی تماس بگیر تا اونم بگه داستانشو. تازه وقتی اون بگه و اون بگه، شما دو تا سمت شنیدی، هنوز حقیقت و واقعیت که اون اصل هست خبر نداری. به همین دلیله که وقتی دو نفر دعواشون میشه میبرنشون دادگاه، قاضی وای میسه. اون وقت قاضی بعد از این همه مدت که با آدم های مختلف سر و کله زده، اینا دیگه آدم شناس شدن. مشتری یادتونه تو ایران وقتی میرفتم یه مغازه‌ای، بعض وقتا کاسبه محل نمیذاش. حالا اگه این کاسبه مثلا فامیلتون بود و اینا، میگفتی آقا چرا اینقدر با سردی با این برخورد کردی؟ میگو این مشتری نبود. یعنی کاسبا میشناختن کی مشتری هست کی مشتری نیست. حالا دوست عزیز، اگر ایشون کار غیرقانونی انجام داده، شما در آلمان هستی، اون دوستتون رو تشویق کن بره از لحاظ قانونی دنبالش. اگر کار، میدونید چیز داریم، یکی داریم میگیم غیرقانونی، یکی میگیم غیر عرف، و اینجا میگن مورال ایمورال یا لیگال ایلیگال. در صورت نمیدونم، اگر از لحاظ معنوی و وجدان و اینها یک کاری انجام داده، اونو دیگه شما باید واگذار کنی به ماوراء طبیعت، ماوراء فیزیک، خدا، هر چیزی که بهش باور داری، و از همه مهمتر وجدان آدما. دوستان امروز جمعه است، شنبه یه شنبه وقت دارید به جای برنامه سوربی برید فکر کنید در طی عمرتون اگر واقعا کلاه کسی رو برداشتید، اون کسی که کلاه این معانی رو برداشته، آقا دو تا کلاه هم بیار بذار روش بهش بده، بیا بهش بگو من از تو خجالت میکشم، من شرمندتم، من ازت عذرخواهی میکنم و بیایم یه کمی بهتر باشی. حالا چرا این سوربی که خودش بدترین عالمه امروز میگه بیا بهتر باشی؟ 2-3 تا اتفاق افتاد. یکی، یه دوستی که ایشون هم هنرمنده، چند روز پیش برای من نوشت که آقا فلان هنرمند در فلان مصاحبه گفته اینجور اونجور. من بهش میگم که گرامی دوست عزیز، حق داره نظرشو بگه یا نه؟ هی برای من میگه که نه دیگر. میگم بابا جون جواب منو بده، حق داره نظرشو بگه یا نه؟ نظرش اینه.
خب اینو داشته باشید. ایشون هم پاسخ نداد. ما معمولا بلدیم طرف و دستشو بگیریم ببریم تو کوچه علی چپ انقدر بچرخونیمش که خودمونم گم بشیم. بمان دیروز صبح بنده ساعت 8 آمدم اینجا، دیدم یکی از دوستان خوب من که واقعا مثل خواهر منه، من خواهر ندارم ولی خب دیگه بعضی ها رو میبینی دوستی که داری و ایشون هم چون زنه باید بگیم مثل خواهرم، دیدم برای من یه عکسی فرستاده، حالا اکثرم به شما نشون میدم، که اوباما و زنش یه تیشرتی گرفتن دستشون و روش نوشته I love Trump, he is my president, something like this. بعد این مهم نیست، اولا این که برای یه نفر خصوصی میفرسین یعنی شما میخواین اینو پک کنین، پک مثلا شما سیخونک میگفتین تو ایران، شیرازی ها میگن سک، ببخشید اینایی که خر سوار میشدن یک درفشی داشتن میزدن به این خرا یا یه میخی با یه چوبی میزدن بهشون، اینا میگفتن سک و سیخونک. شما وقتی یه چیزی رو برای یه نفر خصوصی میفرستی نه عموم، شما بذار رو صفحت اوکی منم میام نگاه میکنم منم نظر میدم میرم، ولی وقتی برای یه نفر خصوصی میفرستی یعنی پشت مغز، یعنی پشت چشم شما مغزتون داره یه عملی رو دنبال میکنه، میخوام اینو اذیت کنم. آخه من نمیدونم ترامپی که الان خودش خانوادهش نزدیکترین دوستانش اینجوری مثل گندم برشته مثل پاپکورن دارن میپرن هوا، شما هنوزم طرفدار این هستی؟ باش آزادی، ولی چرا مثل حزب الله به دیگران فشار میارید؟ بعد میدونید زیرش چی نوشته برای من؟ نوشته که اینو بفرستید برای اونهایی که دموکرات هستن پیستم آف. خب خیلی چیزا هست، مثلا وقتی میگی پیستم آف اگه بخوای معنی لغت به لغت بکنی یعنی بشاشیم روشون، ولی پیستم آف یعنی اعصابشون خرد کنی، مثلا یه جایی که چی میشه طرف میگه چت میگه هی پیست می آف یعنی من عصبانی کرد، ولی معنی اصلیش میشه یعنی شاشید رو من. من برای ایشون برداشتم نوشتم که خب ترامپ، من نظر خودم رو نوشتم، اصلا یادم هم نیست بذارید براتون بخونم، انقدر آدم این چیزا میاد و میره که آدم نمیدونه کی گفته کجا گفته چی گفته. حالا بذارید ببینیم این دوست ما مرسی الان دیدم. خب شما اگه بیننده برنامه هستی آقا بهزاد من میتونم اسمتو بگم فیسبوک تو نشون بدم، حالا که ما داریم عکس شما رو استفاده میکنیم، من همیشه گفتم تمام خیابونها معاملات باید خیابونهای دو طرفه باشه، دیدید چقدر عاجز میشید وقتی میرید یه جایی میبینید ورود ممنوعه، حالا باید دو تا خیابون بری بالاتر تا از این وری باشه بعد دوباره دور بزنی بیای همینجا، ولی خیابونهای دو طرفه اگه مثل آدم بریم بیان چقدر خوبه. سوسن هم گفت آخه عشق یک سره مایه یه درد سره، بذارید عشقها دو سره باشه خیابونا دو طرفه باشه. در هر صورت میگه حتما، اسم این آقا دوستان بهزاد هست، من چند تا دوست دارم بهزاد، بهترین دوستای منه، یکیش کاناداست یکیش هم اینجا بوده رفته کالیفرنیا. خب اسم این آقا هست بهزاد معصومی LG1، یعنی چی؟ بله بهزاد معصومی. بذارید من صفحه فیسبوکشون هم نشون بدم و از این نقاشی ها روی بک‌گراند خودشون هم میبینم هست. خیلی ممنون آقا، اگه برنامه منو از اول شنیدی اون قسمت هم شنیدی که من گفتم به نظر میرسه ایشون یه طغیانی در وجودشه، این نقاشی که میکشه همش یه چیزای وقت خیلی جالب بود، من به ایشون گفتم آقا من اصلا باور نمیکردم که از هنر چیزی بفهمم، ولی این نقاش شما رو که نگاه میکنم هر چی نگاه میکنی یه چی دیگه داخلش میبینی و به نظر من اینا رو میگن میستری، یعنی چیزایی که میستری چی میشه ما اما تقریبا اینجوری. بله کاوه غریبی از مسکو عکس عشق و گل و پیروزی، دوست عزیزم سلام و درود بی پایان بر شما. آقا کاوه اولا اینجا چرا ما شما نوشتی کوه اوکی کاوه غریبی، این درود بی پایان یعنی چی؟ شما اومدی خونه من
میخوام درود بی پایان داشته باشیم. درود 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 درود. یا یکی میگه هزاران درود بر شما، یعنی من حالا اومدم پهلو شما میگم درود 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 داتا درود درود. نکنید والا بلا، بیاین ساده صحبت کنیم، خیلی بهتر، خیلی راحتتر و از دل سخن بگید. سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. چندین سال پیش من و چند نفری از زنان ایرانی را دو زن اروپایی روز زن دعوتمون کردن که جشن زن رو با ما داشت، با ما باشن به خرج خودشون. وقتی وارد بار شدیم ازش پرسیدم چرا ما رو اینجا آوردی؟ پاسخ داد آخه شما از ایران اسلامی آمدید و عادت ندارید در کنار مردان باشید، واسه همین یه کافه لزبیان ها آورد. حالا یه ویدیو گذاشتم رو فیسبوک به شما نشون میدم، شما برای اون دوستان اگه هنوز باشون دوستی بفرستید ببینید امروز در متروی ایران زنان ایرانی چه کار میکنن و این عقب افتاده های مجاهد در واشنگتن و آمریکا تو این سرما تو این بارون رفتن. ببخشید اینو میگم، اون وقتا وقتی تو شیراز میخواستن بگن یه کسی خیلی بدبخته، نمیگفتن مثل گدا داره میلرزه، میگفتن مثل فلان گدا داره میلرزه. چرا من نمیدونم، مگه فلان گدا رو ما میدیدیم؟ یا از سرما لابد بدبختا لخت بودن، حتی فلانشون هم میلرزید. بماند، برگردیم اون عکسی که دوستمون فرستاده بود، من میارم نشون بدم و یه کمی صحبت کنیم ببینیم که ما برداشتمون از این آزادی و خب I'm entitled to my opinion یعنی من حق دارم نظرم رو بگم. کاملا درست میگید. من امروز خواهم یه بلیت بخرم، البته سعی میکنم اون موقعی باشه که به موی سفید و روز چهارشنبه تخفیف میدن برم سینما، به غیر از اون که دیگه ما سینما نمیریم. خب بریم سینما و اونجا I'm entitled to my opinion، میخوام اونجا وقتی که فیلم همه دارن تماشا میکنن چسبیدن به صندلی ها یا از ترس اینجوری شده بشن، من فریاد بزنم آتش آتش، بعد که همه ریختن رو هم و در رفتن بگم آتش از وجود من برخاست. خب میگیرن منو چوب تو آسینم میکنن، اگه خوب آدمایی باشن، اگه نباشن که چوب کجامون میکنن. بمانه، یعنی خیلی مخلصم، هزاران درود یا سلام. در ضمن ما ایرانی هستیم، آخرش تعارفه. آی گفتی این تعارف پدر ما رو سوزنده. اگر روزی این تعارف از فرهنگ ما بیرون بره، ما آدمای خوبی میشیم، ما آدمای خوبی میشیم. این تعارف ما رو آدمای بدی کرد. دروغ دروغ، آقا قربونت برم فدات شم، سوربی $10 داری به من بدی؟ آره $1000 تو جیب ما، به جان خودم ندارم. ای مرد شورتو ببره، این چه فدا شدنیه؟ $10 نمیدی به دوستت؟ بگو دارم، برای که دوستیمون خراب نشه ترجیح میدم قرض بهت ندم، یا اینکه دارم این $10 رو میدم قرض نیست، برو برو هر وقت گیرت اومد بده به یکی دیگه که دیگه حالا نگران نباشی دیگه اینو نمیبینی چون $10 بهت بده کاره. در صورت مانی جان یک کاری بکنیم که تعارف بره از وسط صحبتامون. اینا برگردیم به این نوشته دوستمون که دیروز قبل از ساعت 8 صبح برای ما یه همچین نوشته ای رو فرستاده. فقط میخوام بهتون بگم که بعضی وقتا خود آدم متوجه نمیشه چه کار داره میکنه. حالا اینی که بعضی ها میگن از بیرون از دور بهتر میشه دید، درست میگن. نگاه کنید من این نوشته ایشون رو به صورت عکس هست بیارم اینجا. بله چشمم چشمی بختمون کرده. بله keep up with Joneses. آقا فلانی ما خونه نو خریده، ما هم حتما باید خونه نو داشته باشیم. آقا فلانی آمریکا دنیا اومده، من به قول دوستان خود تبعیدم، من به قول دوستان خود نمیدونم که چی میگن مهاجر اجباری هستم، همین که تونستم یه خونه رو اجاره کنم بچه‌ام
زیر بارون و برف نباشن هنر کردن. ولش کنید، بذار سه نسل چهار نسل اینجا بمونید، بعد یه خونه کوچیکی بخرید. شما بیا اینجا آقا مانی، هر وقت هم اومدی اینجا مهمون من، تعارف کرده با دروغ گفتم، هر وقت اومدی نزدیکترین هتل دم تایسن کهنه برات میگیرم که با ماشین بیام برات دارم ببرم بدین ور بود. بیا برو نگاه کن ببین آقا، خونه های ایرانی یکی پس از دیگری مثل قصر. قصر این قصر میسازه 7000 اسکوئر فیت، اون 10000 اسکوئر فیت، اون 10000 اسکوئر فیت سنگ مرمر، این 10000 اسکوئر فیت سنگ مرمر از ایتالیا، نمیدونم آهن فلان از فرانسه. بعد یه روز بشین ماشین تو پارک کن ببین اینا خونه هستن، صبح زود تا شب دیر وقت دوتاشون دارن میدوند، دارن میدوند که برن پول پیدا کنن این هزینه های زیادی که اینجا دادن مخارجشو بدن. یه دوستی داشتیم فوت شد، جو، وقتی میرادم یادش میره، جو شیپلی. این یه دفعه تو خیابونا که میرفتیم گفت که سور به این دکارو میبینی، دک این بالکونی های هست با چوب میزنن. گفتم بله. گفت این هوای خوب، چرا هیچ کس رو اینا نیست کباب درست کنن بگن بخندن؟ گفتم هیچ وقت دقت نکردم ولی راست میگی، چرا نیستن؟ گو آقا همه شون رفتن سر کار امروز که پول اینو بده، پول همین دک، در صورت که اگه دک نداشته باشی میری پارک دو نفرم آدم میبینید، بذاری من این در رو ببندم بیا. عوض میخوام ازتون، این آقای خوشنودی اون روز به من گو آقا وقتی گفتی من بلند شم این چراغ خاموش کنم بیام، گفتم ای وای نکنه حالا سوربی تنبون پاش نباشه با شورت باشه، حالا اون که اشکال نداره با کون و پتی نباشی یه چیزیه. گفت که نمیدونم امید دانا مثل که یه دفعه بلند شده با شورت بوده. بعد یه تبلیغ هست اتفاقا مال دوای سرماخوردگیه، طرف نشسته با کامپیوترش داره برای همکاراش مثلا میتینگ گذاشته بالا کراوات و کت، بعد یه دفعه عطسه میکنه این کامپیوتر از دستش میفته، کامپیوتره پایینش نشون میده که با یه شورت، اونم از اون شورتای عجق وجق گلمنگولی، بعد میگه که شما دفعه دیگه این دوا رو بخور که عطسه نکنی. جالبه که وسط حرفا به بیراهه میزنی ولی حرف اصلی فراموش نمیشه. آقا ما سالها زحمت کشیدیم، شما فکر کردی همین جوری یه دفعه میای از هر دری سخنی میگی؟ براتون گفتم یه دفعه رفتم پنسیلوانیا، یه نمایشگاهی بود همین آقای سالار احمدیان برای تابلوها و اینها، بعد اونجا یه آقای آمد با ما گفت که آقای سوربی من برنامه شما رو میبینم چقدر قشنگ و فلان اینها، منم دوست دارم برنامه داشته باشم. اون موقع مثل الان نبود بگو که خب با اسکایپ تماس بگی. گفتم خب کجا هستی؟ گفت من همینجا هستم. گفتیم بابا ما واشنگتنیم، 3 ساعت با اینجا فاصله داره. گفت برای من مسئله نیست، میام، من عاشق مسافرتم. گفتم خب بیا یه روزی 1 ساعت با هم صحبت میکنیم. گفت آقا 1 ساعت که اصلا سلام علیکم، من 2 ساعت طول میکشه. گفتیم ما شبی 3 ساعت من برنامه داشتم و اون موقعی بود که از تلویزیون رنگارنگ اومده بودم بیرون، با تلویزیون ما بودم و شبی 450 دلار پول میدادیم برای 3 ساعت و اینو میفروختیم بین اون، اگه کسی فرش میفروخت، اگه کسی میخواست برنامه بذاره و اینا، که خیلی هم پولامون اینجوری خوردن بمانه. و این به این گفتم که خب یه مخارجی هم باید بده. گفت آقا من هنرمندم، شاعرم، نویسنده هستم. گفتیم اوکی بیا مجانی بیا اونجا. آمد نشست، گفتیم که خب شما 1 ساعت برو. گفت آقا 1 ساعت کمه. گفتیم بابا 90 دقیقه برو. گفت آقا 90 دقیقه هم کمه. گفتیم خب 2 ساعت برو، ما هر چی داریم جمع میکنیم توی 1 ساعت آخر میگیم. این مهران صدری اگه زنده است، اگه جایی هست بیاد شاهد من. من و مهران صدری رفتیم توی اون پستو، این همه این ماجرا هم تازه پشت یه قالی فروشی بود. خلاصه این آقا رو گذاشتیم وسط قالیا و پرچم و نمیدونم موزیک و اینها آماده. ایشون آمد خودش معرفی کنه، قرار شد 2 ساعت 120 دقیقه صحبت کنه. همچین که 7 دقیقه صحبت کرد گفت که من نمیدونم من هنوزم وقت دارم. گفتم اه چی تو شو؟ چی هنوزم وقت داری؟ شما 7 دقیقه صحبت کردی 120 دقیقه 113 دقیقه مونده.
بعد ما هم تو گفته بودی اینقدر فلان اینا، ما برنامه نیوردیم اون موقع که مثل اینترنت نبود، اگه نتونستی خبر رو پیدا کنی بری رو نمیدونم رو گویا، بری وایس آف امریکا، بری بی بی سی، بری دوچوله پیداش کنی، باید کاغذ مینوشتی میآوردی صفحه به صفحه میخوندی میرفتی. خلاصه گفتیم چی کار کنیم؟ مهران سعدی گفت که همینجا وایسا بهش اشاره کن، این توی چیز اینجوری که میکنن یعنی همینجوری به چرخ حرف بزن به گردونش. خلاصه این همینجوری که داشت حرف میزد، مهران پرید اون بغل رفت یه شیشه شراب خرید آورد، گفت الان درستش میکنم، این شیشه شرابه که من به این بدم چی فکش به حرکت میفته. خلاصه هرچی بود به خیر گذشت، دست پامون رو جمع کردیم رفتیم. این ماجرایی که میگم درسته که من به همه میگم خیلی آسونه، ولی اولین چیزی که به شما یاد میدن تو کلاس گویندگی، من 3-4 تا مدرک گویندگی و نمیدونم تهیه کنندگی و اینا دیدم، ولی نه از دانشگاهی چیزی، از همین رادیو تلویزیون های اینجا فیرفکس پابلیک اکسس و اینها. و یه چیزی که بهت میگه آقا شما قرار گذاشتی مهمون بیاد، مهمونت نمیاد، یه نگاه دور و بر میکنی مثلا میبینی اینجا ساعته، شروع میکنی به دوستان میگین دوستان هیچ وقت فکر کردی چرا این ساعت رو میکنن 60 دقیقه؟ خب چرا نمیکنن این 100 دقیقه که راحت باشیم جمع زد منها؟ بعد کی اصلا درستش کرده؟ چرا 24 ساعت در روز باشه؟ بعد چرا کم میارن؟ یعنی شما از میخ دیوالم باید موضوع پیدا کنی. حالا راضی شدی آقای اکبری؟ ما گم کردیم سر کلافه رو، ولی گم نکردم، میام دنبال اون دوستمون که برای ما دیروز صبح چی فرستاده. ببینید اول اینو فرستاده، اجازه بدین select area، فقط یادتون باشه دوستان به صورت پیام شخصی برای من ایشون لطف کرده فرستاده، post this and piss off some democrats. چرا خانم میشل اوباما یه پیانی پوشیده که با فتوشاپ روش درست کردن I love Trump، اوباما هم یه تیشرت یا پیرنی دستشه که نوشته Trump is my president. من برای ایشون نوشتم که Good morning، صبح بخیر. This kind of act reminded me of mullahs and Hezbollah. این کاری که شما انجام دادی حزب الله و آخونده رو یاد من انداخت. I told you Trump will turn this country to shit hole. من به شما قبلا گفته بودم که ترامپ گند این مملکت رو در میاره. و الان بفرمایید Welcome to Trump America. خوش آمدید به این آمریکایی که ترامپ داره، AKA shit land. Have a nice day. این گذشت رفت. گذشت رفت. برگردیم اینجا. اجازه بدید که یه چیزی رو من اینجا باز کنم. نمیدونم. این وقتی ما یه عکسی میاریم اینجا، این برای یه مدت زمانی گیر میکنه. نمیدونیم چرا اینجوری میشه. بذارید یه صفحه دیگه باز کنیم. صفحه خودمون. بیایم این صفحه رو نجات بدیم. من یه وقت خدای نکرده بله دیدید تا اون عکس عوض شد آمد. خب ما اینو فرستادیم و بعدش ایشون این ویدیو رو برای من فرستاد. آها، اولا نوشتن Good morning، take it easy، be happy. حالا اون عکس نه good morningی، نه how are you، نه حالت خوبه و نه امیدوارم خوب باشی و اینا. 8 صبح هنوز نشده. حالا بعد که ما اونو نوشتیم ایشون نوشته صحبت به خیر، سخت نگیر، خوشحال باش. میخواستم از ایشون سوال کنم چجوری ممکن آدم خوشحال باشه وقتی که میدونه دوستش میدونه که من میگم آقا گور پدر اوباما، گور پدر کلینتون، گور پدر ترامپ، گور پدر همشون. خود سیاستمدارا جوک دارن میگن این سیاستمدارها مثل اسپرم مرد هستن، از هر 1,000,000 یک کیش آدم میشه، اونم در طی زمان میزنن میکشن یا تقش در میاد. این خودشون میگن.
بعد دوست عزیز، شما که میدونی من یک سال برای هلری کلینتون کار میکردم، ول کردم اومدم، گفتم این پدر سوخته دیگه از همشون بدتره. نه برای هلری کلینتون رای دادم، نه برای اوباما بار دوم رای دادم، نه برای ترامپ رای دادم، نه دیگه رای میدم، چون رای دادن اینجام هیچ فرقی با رای دادن ایران نداره. خب حالا ایشون نوشته که The CIA thing is nothing new. من اصلا نمیفهمم ربط CIA thing یعنی چی. یعنی شما CIA رو قبول نداری وقت تو آمریکا زندگی میکنی؟ یعنی شما مثل دکتر رضا سلامی باور داری یه شادو گاورمنت، یک دیپ استیت پشت این گاورمنت؟ بعد اگه اینجوریه، شما باور داری این ترامپ شارلاتان نکبتی میتونه بیاد اینا رو درست کنه؟ کسی که میگه من از تکنولوژی بیشترینو میدونم، از سیاست بیشترینو میدونم، از جاده سازی بیشترینو میدونم، از نمیدونم پل سازی بیشترینو میدونم، قد خرم نمیفهمه. آخه نکنید این کارو. بعد حالا این ویدیو رو با هم ببینید. اصلا میدونید یه به نظرم میاد که ما یه اشکالی داریم، یه چیزی رو میخوایم به هم ثابت کنیم. شاید همین منم همین اشکالو دارم، شاید شما همین اشکالو دارید. میخوایم به زور به همدیگه بگیم که شما درست نمیگیم، من درست میگم، به جای این که بگیم که ممکنه شما هم درست بگی، ولی نظر من اینه. حالا گوش کنید ببینید برای ما چی فرستاده این دوست گرامی بعد از اون ماجرای. حالا ساعت تقریبا 8 صبح دیروزه. چند تا توصیه. شاد باش، چشم، غمگین نباش، لبخند بزن، عبوس نباش، ببخش، فراموشکار باش، مهربان باش، سنگدل نباش، قوی باش، ضعیف نباش، ساده باش، خودخواه نباش، صادق باش، دروغگو نباش، صبور باش، ناشکیبا نباش، انسان باش، نامرد نباش، رازدار باش، افشا کننده نباش، دلسوز باش، نامهربان نباش، آروم باش، عصبانی نباش، هوشمند باش، ریاکار نباش، متواضع باش، مغرور نباش، مثبت باش، شکاک نباش، خیرخواه باش، حسود نباش. خب بذار دیگه تموم شد. دوستت دارم، مهربان دوست. شما نگاه کنید ببینید، من رشتم برقه، توی برق یه چیزی داریم میگیم برق متناوب، همون چیزی که تو خونه هاتون هست. یه چیزی هم داریم میگنش برق مستقیم. برق مستقیم مثل برق باتریه، همیشه این مثبته، این منفی. تو اگه سر تهش هم بکنی باز مثبته، اونه این منفی. ولی برق متناوب میچرخه و یه وقت مثبته یه وقت منفیه. حالا شما اگر یه سرش وصل کردی به زمین، همیشه این مثبته، این قراردادهای بعدیه، و الا برق متناوب مثبت و منفی میشه. من فکر میکنم ماها برق متناوب هستیم، آلترناتیو که میگن همونی که هی عوض میشه، جنراتوری که برق مثبت. اینا رو یادم رفته، باورتون میشه؟ یه لحظه برای دوست خودمون یه چیزی مینویسیم که اینو برو پست کن که بشاشیم به روز اونایی که طرفدار دموکرات ها هستن. وقتی این میگه این کار شما منو یاد حزب الله میندازه، عصبانی میشیم و همین داریم مینویسیم The CIA thing is not new. اوکی. اصلا من نمیفهمم ربطش چی بین این محاوره و گفت و شنود و کلکل من و شما و عکس اوباما و ترامپ شارلاتان، یه دفعه CIA این وسط. چرا CIA میگه این آقای بن سلمان دستور قتل این فامیل خودشون، این خشوقچی، جمال خشوقچی رو شخصا صادر کرده، ولی ترامپ چون دنبال پوله، ترامپ چون بدهکاره به اینا، ترامپ چون سال 2001، دوست گرامی برید شما مطالعه ندارید، برید نگاه کنید
ترامپ سال 2001 زنگ میزنه به فاکس نیوز، میگه عربستان سعودی اینجا رو منفجر کرده و تازه دروغ میگه، میگه من از ساختمونم وایساده بودم نگاه میکردم افتاد، بعد آوردن نشون دادن گفتن اصلا ساختمون این به یه طرف دیگه است، به اون طرف نیست. بعد وقتی که این آمد رئیس جمهور شد، اونها انقدر پول بهش داده بودن و این ورشکست داشت میشد قبلش و وامای دولت ها و امارات و اینها، اولین کشوری که رفت، رفت عربستان سعودی که اون رقص افتضاح شمشیر و اون پولایی که دادن به زنش و به دخترش و اینها، شما اینها رو نمیبینی. شما نشستی مثل مثل اینایی که پای منبر آخوندا هستن به حرف آخوندا گوش میکنن، شما نشستی پای منبر آخوند ترامپ، هیچ فرقی ندارید با حزب الله. حالا امیدوارم یه روزی بفهمید بگید با ما اشتباه کردیم، اگه نفهمینم برای من مهم نیست، نظرتونه، خوش باشید، حزب الله باشید، آیسیس باشید. من برداشتم در جواب این ویدیو نوشتم Every day I get 100 of the videos like this. هر روز من 100 تا ویدیو مانند این میبینم. The question is، سوال اینه که آیا من و شما اینا رو که نگاه میکنیم، میشنویم، گوش میدیم، به مغزمون میسپاریم؟ Do we do what این کاری رایی که گفتن ما انجام میدیم؟ مغرور نباش، صادق باش، راست نباش، فلان باش، این نباش، اون نباش، ما این کارا رو انجام میدیم؟ ایشون نوشته که I listen، بله من گوش دادم. گفتیم خب خیلی هم خوب. بعد من با فارسی نوشتم که من فکر نمی کنم چگونه شما می توانید به این ویدیو توجه کرده باشید و قبل از ساعت 8 صبح برای دوست خود چیزی ارسال کنید و از او بخواهید که آن را برای دوستانی که دموکرات هستند ارسال کند تا بشاشیم به روز آنها. ببخشید اگر من رک و بی پروا صحبت میکنم، آیا پس از 40 سال حکومت آخوندهای جانی و جاکش و بیش از 30 سال در خارج زندگی کردن، این چیزی است که از دموکراسی یاد گرفتیم و تلاش میکنیم که به ایرانیان داخل هم فخر بفروشیم که شماها احمق هستید که آخوندها را تحمل میکنید، ولی ماها فرهیخته هستیم که ترامپ شارلاتان را قبول میکنیم؟ کمی فکر کنیم، شاید به قول شما بتوانیم زندگی را آسانتر و بهتر کنیم، هم برای خود هم برای دوستان خود. بهترین ها را برای شما خواهر عزیز و گرامی و دوستمون میخوام و آرزو میکنم. که بعدش هم ایشون دوباره یه چیزای دیگه نوشته، بله، و از کسانی که قاشقچی را کشتن خواسته سر قاشقچی را براش ببرن. بله این رسم عربا و رسم اونایی هست که توی هنوز قرون وسطا زندگی میکنن. اگه نگاه کنید همون ماجرای حالا قرون وسطا که ولش کو بره عقب‌تر، زمان کوروش هم سر کوروش رو از تن جدا میکنن، چون اون کسی که کوروش رفته بود اونجا زده بود و کشته بود و اینها، مادر اون میزنه سر اینو میبره و میگه بفرمایید حالا که شما میخوای خون خاری کنی، میزنتش توی تشتی پر از خون. که آقای سهراب چمنارا میگه نه اینجوری نبوده. میگم آقا شما به تاریخ مراجعه میکنی، رستم و سهرابی رو که وجود نداره برای من میاری میگی بوده، من داریوش و کوروش رو که بوده بگم نبوده؟ اینجوری نبوده، نمیشه. شما یه چیزی که وجود نداره بمانه. اینم ماجرای ما. حالا چرا من گفتم که بیاین اگه امکان داره یه مقداری سعی کنیم بهتر بشه. میگه Ask my general where he got the nuclear bomb. He went to Jared. این ماجرای آقای ترامپ که میخواد حیف کلمه آقا که میخواد به عربستان سعودی به اصطلاح نیروگاه های اتمی بده، ولی همه میدونن که پشتش منظورش اینه که بمب اتم بده. اینجا این عکس رو که چه با مناسبت درست کردن، میگه Ask my general، بپرسید از اون سرهنگای من که از کجا نوکلیر بمب آوردن. بعد he went to Jared، میگه رفت توی به رفت از داماد چیز فرستادن، از داماد ترامپ گرفت. خب این دوستمون میگه بله بازم ممنون، اصلا فکر نمیکردم این کار را انجام بدی، مرسی مرسی مرسی، من فقط برای خودت فرستاده بودم، مرسی برای تبلیغت. خیلی ناراحت نباش، تبلیغ ما اینجوری نیست که الان همه بیان
نقاشی های شما رو ببینن، هر کدومش رو بخرن دونه 10,000 دلار. تبلیغ ما بعضی وقتا ضرر داره، زیان داره، چون مزاحمت برات ایجاد میشه. حالا ممکنه 100 نفر بهت زنگ بزنن، برات ایمیل بفرستن، برات تکس بفرستن، آقا چرا رفتید به سوربی پول دادی؟ هی میگه آقا من پول ندادم، اصلا اینو نمیشناسم. مگه ولت میکنم؟ میگم طرف حمایت میکنه تلویزیون مردم رو، ولی میگه آقا نمیخوام تبلیغ کنی. براتون گفتم چارلی چاپلین یا یه فیلمی دیگه مال یکی از این هنرمندان، مال دوران فیلمای صامت بود. فیلمای صامت یعنی فیلمای بدون صدا. یه نفر بود میومد توی خیابونی، مثلا وای میساد مغازه آنتیک فروشی رو نگاه میکرد، یه دفعه شیشه میشکست، میرم اون ورتن مغازه فلان، یه دفعه آتیش میگرفت. مردم تصمیم گرفتن به این یه پولی بدن که این تو این خیابون نیاد. حتی چارلی چاپلین یه فیلمی هم درست کرده بود که شیشه میفروخت، بعد یه بچه‌ای رو استخدام کرده بود، سنگ میداد دستش، اون قبل از این میرفت سنگ میزد شیشه ها رو میشکست و فرار میکرد. چارلی چاپلین هم قشنگ میمد با این پاهای اینجوری مثل مرغابیش برای شیشه ها رو عوض میکرد. خب بذارید ببینیم که این فرندای ما اینجا چه کار میکنن. فرند بله آمدیم. خب ببینیم که خانم سارا، خانم هم نوشته سارا هستم، خیلی ممنون که هستید. این هستم و بودم و اینها قدرش رو بدونید. و اما صلح با طالبان خطرناکتر از جنگ با این گروه است. ملالی جویا یکی از نمادهای زن معترض در افغانستان شناخته می شود. او که حالا در افغانستان در خفا زندگی می کند، به این نظرش اینه که صلح با طالبان و آمریکا خطرناکتر از جنگ با آنهاست. بفرستید این عکس‌ها یا خودتون بنویسید ریگان، بنویسید ایمیجز، تصویرهای ریگان با طالبان در کاخ سفید. وقتی که هیلری کلینتون میاد میگه ما آیسیس رو درست کردیم، بعد این احمق ترامپ میاد میگه برید گوش کنید خودش گفته ما آیسیس رو درست کردیم. آخه نادان، این داره میگه آیسیس رو ما یعنی آمریکا درست کردیم، از دوره ریپابلیکن ها درست شده، از موقعی که روسیه آمد در افغانستان. شما آمریکایی‌ها در زمان ریگان بود رفتید یه سری رو به نام مجاهد استخدام کردید، مثل که مجاهدای همه مملکت ها خودفروشن، مجاهد استخدام کردید که روسا رو از اونجا بکنن بیرون، اسلحه بهشون دادین، پول دادین. یکی از اون ناخلفام همین بن لادن بود. بن لادن تمام دوره‌ها رو در سازمان آمریکا و CIA و اینها دیده. بعد که روسا رفتن اینا اسلحه داشتن، پول نداشتن، برداشتن اسلحه و اینها رو بر علیه خودتون استفاده کردن. یعنی درست این مجاهدین ما که خود فروخته و خائن هستن و هر جا باد میاد مثل پرچم میرن اونجا، همین. و اما گفتم که حالا اکبری میگه بابا بازم یادش مو، گفتم بهتون که بهتون یه ویدیو نشون میدم، ببینید تو ایران خانوما در مترو چه کار کردن. حالا به اون دوستی که دیروز قبل از 8 صبح برای من پیام خصوصی فرستادی و گفتید که چی، بیا نگاه کن ببین ما شما رو چقدر دوست داریم، قشنگ الان این عکس اوباما و همسرش آمد اینجا و اینها نوشتن که رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور ایناست. ولی از خودتون سوال کنید چقدر من طرفدار ترامپ باید الان کمبود داشته باشم که ببینم هر روز تعداد طرفدارای ترامپ دارن میرن، طرف داره مزرعه‌ش رو از دست میده، میگه من اشتباه کردم، تابلوهای بزرگ اینو زدم، الان اولین ضررش به خود من خورده. یه چیزی هست درآمد سالیانه یا رشد سالیانه، گروس سامتینگ، اینو یه کسی برای من بفرسته، GDP انقدر از بس اینا رو ابریشن میسازن براش شورت میکنن کوتاهش میکنن دیگه آدم یادش میره که چی مال چیه. ترامپ انقدر شلوغ کرد، ببینید چقدر اقتصاد خوب شده، ما الان رسیدیم به 4، توی همین 3 سالی که هست رسید به 3-2، الان داره میشه 1، و بدهی آمریکا در 10 سال گذشته الان بالاترینه.
یکی از این طرفدارای ترامپ رو که براش کار میکرده آوردن، میگه آقا شما میگید وضع اقتصاد خوبه، پس چرا بدهیتون انقدر بالا هست؟ میگه شما دوست داری بدهی داشته باشیم یا مردم بیکار باشن؟ یعنی چی؟ یعنی مثل این میمونه که من بیکار باشم، همسایه ها بگن آقا خب نمیشه که سوربی بیکار باشه، بیاین ما بریم یه پولی قرض کنیم، این علکی بگیم همینجوری بچرخ اینجا آشغالا رو جمع کن این پولا رو بگی، هی این بدهی زیاد میشه. بعد میگه که خب ترامپ قبلا هم گفته من کینگ، پادشاه بدهی ام، چرا بدهی ها رو نمیده؟ ولی نمیدونه اون موقع تو یه آدم شخصی بودی، الان چین و کشورهای دیگه پدرتو در میارن. چین اگه فردا بگه ما وامایی رو که دادیم به مردم میخوایم، خونه بنده میره، خونه شما میره، بزرگترین کارخونه ها میره، اینجوری میشه. ولی نمیفهمه، این احمقه. شما نگاه کنید مردک با پرچم چه کار میکنه، خودش، دخترش، پسرش، همه دروغگو. اون ما باید بشینیم با دوستان دعوا کنیم، 8 صبح نشده برای ما چی میفرسن؟ بله اوکی چشم، آی لاف ترامپ. بابا دست از سرمون بردارید، نمیدونیم این 8 سال مثل برق و باد بگذره، ما از شر این ترامپ راحت بشیم، شما هم یکم آرام بشین. و این ویدیوهایی که برای دیگران میفرستید واقعا آی لیسن تو دم، البته ببخشید همش مزخرفه، آرام باش فلان نباش، همش دی سیمه. یک کلمه درست بود، انسان باش، که من تلاش میکنم انسان باشم. از شما ممنونم که فرستادید که یادآوری کنید که من سعی کنم انسان باشم. خب ترامپ و پرونده های گوناگون در دادگاه های مختلف آمریکا. ویدیو روز زن بهتون نشون بدم تو ایران، یه دقیقه گوشی همش میگیم گوشی، بله یک لحظه اینجاست. این روز زن در تهران، در ایران، در مترو، در قسمتی که کوپه یا قسمت خانم ها هست. گوش کنیم و ببینیم. مارس روز جهانی زن هستش. این روز من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم روزی برسه که ما زنانی مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم. من مطمئنم که تمام زنان دنیا به وجود زنان ایرانی همینجا وایسته خون. اولا ما به شما تبریک میگیم روز زن، این حرکت شما خیلی قشنگه، برعکس رضا عقب افتاده که میاد اینجا ققنوس را میندازه، مجاهدین خائن که با اسم خودشون هم حتی خجالت میکشن با اسامی دیگه میان تو خیابون برای روز زن، چون مردم میان اونا میخوان بگن برای ما اومدن. این حرکت شما یه حرکت اجتماعی سالمه، همین که روسریتونو اونجا در میارید اینو نرم میکنید، اینو معمولی میکنید، خیلی کار خوبیه. ولی من نمیفهمم چرا شما باید مطمئن باشید که یه روزی میاد که زنهای دنیا چیکار باید کنن؟ به زنهای ایران تعظیم کنن یا قدر زن؟ من نمیفهمم یعنی چی؟ شما فکر کنید الان دنیا نشسته که ببینه توی مترو تهران شما رفتید 4 تا گل دادید به 4 تا با حجاب و صورت اونا رو هم بوسیدید، تموم شد زندگی و بعد اونا باید مدیون شما باشن؟ و ما چقدر همش دنبال کون خارجی ها هستیم که خارجی ها به ما یک کمی مرحمت کنن، لطف کنن. بفرمایید. به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون، روز زن به همه شما مبارک باشه.
زمانی برسه که من بتونم اینجوری توی خیابون کنار شما که اینجوری هستین در آرامش قدم بزنم. امیدوارم. آفر باریکلا. خیلی بعد دوباره گل میگیریم. میشه ببوسمتون؟ شاید که یه روزی ما زنان چه با حجاب چه بی حجاب با هر مذهبی کنار همدیگه قرار بگیریم و همدیگه رو قضاوت. والا به خدا باید ما از خودمون خجالت بکشیم. ققنوس برو تو اقیانوس خودت خفه کن، فرشگرد همینجور بچرخ دور خودت. آقا صحبت از فرشگرد شد، دو تا فیلم یه نفر برای من فرستاده بود، یه بچه پررویی که مسئول فرشگرده دعوتش کردن تو بی بی سی. اولا به این بی بی سی های بدبخت خدا زده میگه شما امروز که منو دعوت کردید چرا افراد رو از جمهوری اسلامی دعوت نکردین؟ خانمه میگه خب ما هر روز یه نفر دعوت میکنیم. بعد میگه خب میپرسن این مخارج فرشگرد از کجا میاد؟ میگه خانم این حرفا حرفای جمهوری اسلامیه، اینا رو نگو. واقعا این بچه پرروها کجا بودن؟ یه دفعه چجوری مثل قارچ ثبت شدن؟ چجوری راه پیدا میکنن پهلو رضا پهلوی و میارنش و مینشوننش و اونم دیدی والا فرشگرد نگاه کنید پرچم روی چیز نیست، روی میز نیست و اینم نشسته اینجا مثل که نهار خوردن حالا آفتاب افتاده روش موقع چرت زدنشه. یا ققنوس میارن طرف میگه من دکترم دانشمندم اینو شروع کردیم، بعد میگه البته ایده آقای پهلوی بوده. آخه مردک نادان، همونجوری که آقای لادن گفته اگه ایده این عقب افتاده بود چرا چند سال قبل نگفته؟ برمیگردیم به تعارفی که مانی گفت، تعارف میکنه میگه ایده این بوده، بعدم فردام لابد تو انتخابات مثل همون شورای عقب افتاده‌ای که درست کردن، اول ایشون گفت سخنگوه، بعد شد رئیس، بعد اومد 500 هزار دلار پول جمع کرد، بعدم هی عکسای تو کازینوش اومد بیرون. حالا از آقای نادر تو چیه دور فلان نمایندگی ماشین داره توی کانادا، نادر 2600 دلار پول مام خورده، یعنی توسط آقای کاردان. از اون بپرس آقا این پولا رو که شما تو تلویزیون اندیشه و اینا جمع کردید چی کار کردید؟ اینجا میگن چک اند بالانس، یعنی یکی بیاد نگاه کنه ببینه چند درآوردید چند خرج کردید. الان یقه آقا ترامپو گرفتن، میگن شما نمیتونی از مردم 10 دلار 20 دلار 100 دلار پول بگیری بعد بری برای عزاموندت 130 هزار دلار بدی به یه زنی اینو بنویسی جز مخارج انتخابات، چوب تو آسینت میکنن. شبا این آقا خواب نداره، اون وقت دوست ما صبح برمی داره میگیم I love Trump، اینو بفرست برای دوستات بشاشوشو چش. بعد از محبت از خوبی از صفا صحبت میکنن. نه بشینید ببینید فرق شما با حزب اللهی چیه. حزب اللهی هم میگه اینه که من قبول دارم. شما کی از من شنیدید من بگم شما حتما اون چیزی رو که من قبول دارم؟ همش میگم این نظر منه، ممکنه هم حق غلط باشه، همونجوری که بارها غلط بوده تا حالا، صد بار تا حالا غلط بوده. من تا سال 86 فکر میکردم این آقا رضا هم آغاز هم رضاست، دیدیم نه آقا، اصلا نه آغاز نه رضاست نه مرد عمله. خب اشتباه کردم، 10 تا اتفاق دیگه هم افتاده اشتباه کردیم، عوض میشه آدم. در اصل واقعا بعضی وقتا نمیدونم چی بگم، و اما اینو میتونم بهتون بگم، امید رسیده به کجا؟ دی سی. اتفاقا من گفتم اگر این برف و با الان برف شدید شد دوستم، گفتم اگه این هر وقت برف میاد و من به اصطلاح در حال برنامه هستم، یادم میاد به موقعی که تلویزیون رنگارنگ جابجا شده بودیم و گفتیم بابا این تو قالی ها ما چشم درد گرفتیم از بس این پشمای قالی رو هی شب نشون میدادن تمام چیز اونجا. من رفتم دکتر گفت آقا این یه چیزی تو چشمته، گفتیم چیه؟ نگاه کرد اینا، گفت کجا کار میکنی؟ گفتیم والا کارمون اینجوریه تو آفیس و اینا. خلاصه معلوم شد این پشمای قالی میره تو چشممون. بعد گفتیم اومدیم این و پیشنهاد دادیم و داورم قبول کرد، اومدیم این و این و که اومدیم یه اتاقی بود که پشتش اون وقت هم کروماکی نداشتیم، که پشتش یه پنجره بود و یه روز که داشتیم برنامه اجرا میکردیم خب پشت سر من برف داشت میومد، برف شدید، و
خود داور رو وقتا پشت دوربین وای میستد، دوربین رو زوم کرد روی این برفا، بعدم از اونجا بلند گفتن که این برفا که میاد سربی هر یه، اینجا میگن snow flake، بله، هر سوسه برفی که میاد این 50 سنت از هر یه برف میسازه. درست هم میگفتن، یه دفعه ما یه برف $30,000 $40,000 میساختیم، ولی همینا آقای بهبانی معتاد احمق وقتی که من از اونجا جدا شدم گفتن که این مأمور جمهوری اسلامیه. میگم آخه بی ناموز، تو که من 100 بار کمکت کردم، تو که آمدی به من التماس کردی، تو که وضعت خوبه بیا برای من یک موکت فروشی را بنداز، که من گفتم آقا من نه از موکت چیزی میدونم نه تو آدمی هستی که کسی رود سرمایه گذاری کنه. تا الان من میام اونجا میبینم خابیدی، در رو باز میکنم میگه دلینگ، یه زنگی آویزون کرده بودن، بیدار نمیشی. من نمیدونم چه موادی میزنی که با این تنت لشت اینجوری میخوابی. و من میام باهات شریک بشم، ولی همین بیناموسا وقتی که ما ول کردیم از اونجا اومدیم بیرون، برای که بدقولی کرده بودن با آقای سالار احمدیان، گفته بودن برات نمایشگاه ترتیب میدیم، این بلند شده از کانادا اومده بود، بعد بهش گفتن حالا که رسیدی اینجا باید پول بدی. طرف گفت آقا قرارمون این بوده که از فروشمون سهم بگیریم. گفتن نه، اگه میخوای برو. من دم بدبخت زن و بچه رو ول کرده اومده اینجا، بپرسید ازش. رفتیم براش هتل گرفتیم، رفتیم براش دو تا برنامه گذاشتیم اینجا و نیوجرسی و اینها، و به اینا گفتم من دیگه با شما کار نمیکنم، اگه من نتونم به حرفای شما اطمینان کنم این چه رابطه ایه. بعدم نامه نوشتن دادن دست این نادان علی سرشار. علی سرشار هم آمد خوند. علی سرشار مثل این آفتاب پرستا هست، رو سنگ وای میسه یا روی چیز وای میسه، رنگ اونجا میشه. بعد تو کانون دیدمش، گفتم آقای سرشار خیلی ممنون. گفت من شرمنده دادن دستم. منم که میدونید خیلی رک راست. گفتم اگه داور یه نامه بنویسه بده دستت که نوشته باشه با زنت خوابیده، تو میخونیش؟ پس دروغ میگی. سرخ شد، نمیدونست چی کار کنه. این 20 سال ما تو این گشتیم، تو این کثافت رادیو تلویزیون ها گشتیم، تونستیم خودمون رو سرپا نگه داریم، ولی کی میتونه بهمون ضربه بزنه؟ دوستم. به قول معروف، نه که بشاشه به روزمون، حتی برینه به اخلاقمون. چجوری؟ اینو بفرست بذار. میگم آخه خب، فردا شب امید در کجاست؟ در اینجا ببینیم US دفیسیت اینها. ممنونم آقایون. اون شعر مال بیژن مفید چی بود؟ آقایون که شاخ دارید، خانم ها که دوم دارید، مال شهر قصه. نگاه کنید، 77% بدهکاری آمریکا از زمانی که این مردک نادان نابخرد آمده زیاد شده. قیافش شما نگاه کنید، این قیافه یه آدم خوشحال نیست، این قیافه یه آدمیه که سر تا پا تو لجن افتاده، گیر کرده. US deficit grew 77% in first quarter of 2019. 77% فقط در کوارتر، یعنی فصل اول، در سه ماه اول سال 2019 77% زیاد شد. حالا این پولا چیه دوستان؟ پولایی که داد به این شرکت و اون شرکت. یکیش هست ایرکاندیشن، یخچال، چیز اینا درست میکنه، کولر و اینها. رفت اونجا با افتخار وایساد، حاج آقا من اگر پول بدم تو کارگرها رو چیز میکنی؟ اونم گفت نه شما پول بده. پولا رو گرفتن رفتن تمام دستگاهاشون رو کردن ربات، کارگرها رو هم کرد بیرون. هارلی دیویدسون، فورد، خیلی از اینا بلند شدن رفتن مکزیک. آخه من نمیدونم شماها با چه رویی میایین میگین که هنوز هم میگید که این سر حرفش هست. سر حرفش چیه که آمریکا رو میبره تا دره سقوط؟ یا امیدتون اینه که مثل بدهکاری‌های شخصیش بگه جون خدا میگیره خایر طلبکار؟ ولی این بار اونجوری نیست، این بار دولته، این بار سیستمه. الان همین دموکرات‌ها
که من فوششون میدم میگم خیلی آدمای شلو بیحالی ان، پدر اینو در آوردن. گفت چی؟ خوابم رو بودی، نمیدونم مالم رو بودی. این آقای میرزا آقاسی شعر خیلی قشنگی یه دفعه خون باید ازش بپرسم، که میگه برام مهم نیست که مثلا تو مال من رو دزدیدی رفتی، ولی آسایش و خواب و خیالم رو اگه از من بدزدی اون خیلی بده. اینم ممنونم از چیز که اینو فرستاد از سعید. خب دیروز یا پریروز چهارشنبه بود، من میخواستم تو برنامه راجع به اش ونزدی براتون بگم، یادم رفت، تا اینکه پتیک یه عکسی فرستاد از این آقای کریس کومو. کریس کومو به اصطلاح کاتولیکه و اینا، اصلیتشون از ایتالیا اومده، توی CNN یه برنامه داره، فکر کنم سال 2-3 میلیون هم حقوق میگیره، کارش هم خوبه. و دیدم اینجاش یه صلیبی با دست کشیده با خاکستر، و میخواستم بهتون بگم اگر من و شما بشینیم برنامه آخوندار رو نگاه کنیم، یه گوینده، نه آخوندار، یه گوینده معمولی بیاد ساعت 9 شب برنامه پرایم تایم بیاد، مثلا گل مالیده باشه به پیشونیش برای عاشورا و تاسوعا، با آخوندها کاری نداریم ما، به اون مردک چی میگیم ما؟ ولی آمریکا CNN، آقا تو گوینده هستی، تو حقوق بگیری، تو سربی نیستی که حرف خودتو بزنی، تو برای این سازمان داری کار میکنی، اومدی نشستی اونجا. حالا عکسش بهتون نشون میدم، ولی بذارید اولین خاطره خودم از اش ونزدی بگم. توی آلمان من همچین چیزی ندیده بودم. یه دفعه اینجا برای اون دوستمون که کار میکردیم سالها پیش، ما وسایل رو بردیم یونیون استیشن، تقریبا همون هاپبانهوف آلمانیا رو اینجا میگن یونیون استیشن یا اون مرکز چیزیشه به اصطلاح، و همه قطارها میان اونجا عوض میکنن. شما مثلا خط قرمز و با زرد و اینا میخوای عوض کنی، اینجا چون آمریکا بیشترشون رو بی سواد و اینا بودن، همه چیزا بیشتر خط رنگیه، میگن کالر کد، مثل آلمان نیست H3 بیاد فلان بیاد اینا. از همون دوره همین رأی‌گیریشون شما نگاه کن، بر اساس اینکه مردم سواد ندارن این هست که روز سه‌شنبه باشه، بر اساس اینکه مردم سواد ندارن اینه که رأی من شما شمرده نمیشه، رأی نمایندگان به اصطلاح ما شمرده میشه، که اصلا یک چیز علکی طرف میاد اونجا این تابلو میبره بالا، هیچ، برید راه. منم فکر میکردم رأی اینجا خوبه. بماند اولین بار ما رفتیم اونجا، قرار بود من این چیزها رو ببرم یونین استیشن وایسم، اون عکاسا و ویدیوگراف ها و اینا بیان و اینا رو برداریم بریم. من وایسادم، یه قطاری رسید، دیدم وای هر کی از داخلش میاد بیرون تو پیشونیش سیاه. گفتم خدای چی شده؟ این مثلا تو تونل مونده، آتش سوزی شده، سیم برقی، چیزی. بعد همینجوری وایساده بودن، نه یکی، نه دوتا، صد تا 150 نفر آمدن رفتن، مثل این که این از یک جایی صبح ما میرن اول کلیسا، از این گومی مالن به صورتشون، از این خاکستر نمیدونم فلان به پیشونیشون، بعد راه میفتن میرن سر کارشون، تا شب هم همجور تو پیشونیشون که همه دیگران هم بدونن، و اون روز هم بعضی هاشون روزه میگیرن. تا اون دوستمون که من براش کار میکردم آمد، گفتم آقا این قطار بس که یه اتفاقی افتاد، خندید، گفت نه آقا، اینا که ادعا میکنن آمریکا اولین و فلان، اینا از ما بدترن، اینا هنوز تو 2000 سال پیش گیرن، حالا بازم اون آخوندان اومدن 1400 سال پیش. اینا گفتن این چیه؟ گفت برو بخون اش ونزدی، نمیدونن این کاتولیکا اینجوری میکنن. از پتیک پرسیدم شما هم همچین چیزایی داری؟ گفت نه آقا، ما به آخوندای ارمنی خیلی رو ندادیم. و چیه؟ گفتم خب بس بی خود نیست، تعداد ارمنی ها به شدت مسیحی های دیگه بالا نمیره، چون یه دینیه که کاری به کسی نداره، نمیره ساندویج بده تو فلان جا به یه نفر، بعد طرف که گفت خیلی ممنون بگی نه اینو جیزس بهت داده، حالا بیا مسیحی بشو. در همین رابطه آمریکا چندین نفر ارمنی رو بعد از مدت ها قبول کرده که بیان آمریکا. گفتم نگاه کنی بابا، ارمنیه، ارمنی ها که میدونید دوستان اولین مسیحی ها هستن، یادتون باشه که خیلی هاشون هم اگه ما صحبت از ایران و اون منطقه میکنیم و اینها، اونها ایرانی هستن، ایرانی که بزرگ بوده و اینها.
اینا رو به زور را میده اینجا. ولی علی بنگی با خانوادهشو میگه شما بیا مسیحی باشو، ما شما رو میفرستیم آمریکا. خب اینا اشکاله، اینا دخالت مذهب در حکومت. ولی ما وقتی نمیخوایم قبول کنیم میگیم آقا ولش کن بیخیال، مهمه ای که علی بنگی فعلا بیاد آمریکا. بریم امیدو ببینیم. فردا شب بنده هم اونجا خواهم بود، از ساعت 7 شب برنامه شروع میشه، فکر کنم ساعت 9 شب شام میدن. معمولا یه چیزی به نام اردو یا پیش غذا میذارن. دوستان من از شما خواهش میکنم وقتی میرید یه چی برمیدارید یه دونه بردارید، اینقدر بر ندارید که بعد تو بشقاباتون بریزید دور، یه دونه بردارید بذارید به همه برسه، بعدم دوباره اگه خواستید وقتی همه رفتن برداشتن برید اگه بود بردارید. طرف میاد حالا مثلا این بشقاب دلمه انگو میبینید بار زده، اصلا باید بگی آقا شما بیا یاد ما بده اینا رو چجوری بار بزنیم، ما دو تا چی میخوایم بزنیم رو هم میخواد بیفته. این یه بشقاب انقدی گرفته دستش ولی 24 تا دلمه چیده رو هم دیگه اینجوری. البته خب بعضی هاشون هم ممکنه این که میاد برای یه میز 10 نفره داره میره، والا فکر کنم این میز اینا 100 نفرن که اینقدر دلمه برداشته. اینم از این. خب ببینیم که نادر دورمانی، بله این آقای نادر دورمانی اولا فقط اسپانسر پرویز کاردان بود در تلویزیون پارس و پول خوبی میداد اون تبلیغ میکرد و اینها، بعدن گفت که بیا تلویزیون را بندازیم و رفت با اون آقای فرامرز بگو دیگه فروزنده، فرامرز فروزندن بلند شد آمد اینجا با آقای مختار و دیگران صحبت کرد و که ما اگه این تلویزیون را بندازیم هفته 2 ساعت شما، هفته 1 ساعت شما و اینها، همه این کارا رو کردن و تلویزیون اندیشه را افتاد و بعد فرامرز فروزنده رو کردن بیرون و دوباره پرویز کاردان رو آوردن و بعد نمیدونم خلاصه این ماجرای هر کسی میاد میخواد تلویزیون را بندازه، همین حالا این روح الله زم فخرآور امید امیدوار میخوان تلویزیون را بندازن با هم دیگه دعوا میکنن 30%شو بده فلان ها، من نمیدونم اینا چه درآمدی دارن که اینجوری سر درآمدش دعوا میکنن. اونی که تلویزیون اندیشه رو داره میگه من ماهی اینقدر دارم ضرر میدم، شمایی که آقای زن میگی من میخوام تلویزیون باز کنم. ضمناً آقای زن اگه شما دست اونا رو خونده بودی، اینقدر احمقی که میای با بابات تماس میگیری، اینقدر احمقی که میای با بابات صحبت میکنی که من وقتی آمدم ایران میخوام بشم رئیس صدا و سیما، آقا برای یه بارم که شده اینقدر وجدان داشته باشید بیاین بگید که آخوندها از شما زرنگتر بودن و انداختن به خیگتون و آمدن از واتساپ و اسکایپ و فلان همه فیلماتون رو نگاه کردن و ضبط کردن و خدا میدونه چه فیلمایی هم که نباید ببینن دیدن که با اونا خودشون در خلوت خوشن. همین دیروز پیروز باز مثل که پدر این مردکه کوسه، اینم کوسه است این زن مثل چیز مثل رفسنجانی، پدر این باز میاد و میره و اصلا مثل که این تو کارهای هنری و فیلم ساختن اینا هم بوده. خیلی ها آخوند یه دفعه از حوزه علمیه قول میشه فیلم ساز، برای که اینجوری بوده دیگه، رفتن دنبالش برای خودشون سم درست کردن. او یکی دیگه کی بود؟ نمکی بود چی بود اسمش؟ فیلم ساخته بود و یکی بگه خب پدر سوخته این فیلمایی که داری نشون میدی اشکالای این دولت کیه؟ یکی از مسئولینش خود شما هستی. حالا طرف میگه آقا بله بله، میگه که شما اسم علی بنگی رو آوردی همین امروز ذکر خیر شما رو میکرد، بذار بکنه اصلا مسئله نیست، من خوشحال میشم. نادر دورمانی، دورمانی مرسی نوشتید، بیایم اینجا بریم سراغ آقای امید فردا در سالن. ببینید اینجا اولا امید اگر واقعا دی جی آنی ننوشته بود امید و اینها من نمیفهمیدم واقعا این امیده. نگاه کنید عکسشو ریش گذاشته، این مال همین امروز صبح است یا مال دیشبه؟ بذارید ببینم.
خودش میگه. سلام دوستان، امید هستم. همین الان از لندن اومدم، رسیدم به شهر خوشگل واشنگتن، کپیتال سیتی، شهر بزرگ. این بار مثل هر بار با آریان پروداکشن برنامه داریم، برنامه بسیار مخصوصی براتون آماده کردیم که خودم خیلی اکسایتدم که هرچه زودتر برسیم اون شب فرا برسه. واقعا گفتم اینجا یه سلامی کرده باشم بگم که ما رسیدیم در شهر رو. انشالله که در فاصله یکی دو روز خبرهای بیشتری بهتون خواهم داد که داریم چه کارهایی میکنیم که شما رو اون شب ببینیم. من پیشاپیش عید نوروز رو به همه شما تبریک میگم. با امید دیدم. بسیار عالی. اینجا هم نوشته هپی نوروز، سال نو مبارک، گود نیوز، امید هاز لندد این واشنگتن دی سی. خبر خوش که امید وارد شد. و اجازه بدید من این یکی عکس رو نشون بدم که آدرس و اینها هم باهاش هست، شماره تلفنم هست، اگه خواستید چیه دیگه، فردا بلنشین بیان. بله ببینید امید، من اینجا اینو باز کنم، شماره تلفنش از روی این بخونم. Aryan Production proudly present. بذارید نصف نصفه بهتون نشون بدم که بهتر ببینید. ببینید این دوستان آگهیاری که درست میکنن معمولا عمودیه. این آگهیای عمودی برای پشت در شیشه ها، برای روی اینستاگرام، برای جاهای دیگه خوبه. تو تلویزیون که شما نشون میدی باید آگهیتون افقی باشه. در صورت اینم مشکلی که ما داریم، بعضی وقتا باید به صورت دو قسمت نشون بدیم، بالا و پایین. مارچ نهم، فردا نهم مارس 2019 که شنبه است، کنسرت ساعت 9:30 شب. بعد نوشتن که شماره تلفن هست 571-242-0226، محلش هم هست استرلینگ ویرجینیا. و از لحاظ پارکینگ، از لحاظ به اصطلاح ترافیک، به نظر من جای بسیار خوب و مناسبی هست. تشریف بیارید و شبی رو که میگن دور از سیاست در اونجا با دوستانتون خوش باشید. اینم از این ماجرا. خب امید میوزیک، مجلل‌ترین جشن نوروز 98 در تالار باشکوه چری بلاسم در استرلینگ ویرجینیا. پس به امید دیدار شما فردا. و گفتمتون شنبه آینده هم نمایش بالش 3 نفره هست، اونم یه لحظه نشون بدم چون هفته آینده اونو براتون بیشتر تبلیغ میکنم. و ما برنامه اون اینجوری، هر ایونتی یا هر مراسمی که زودتر قرار اجرا بشه خب اینو میگیم. بعد که این تموم شد، از دوشنبه، چهارشنبه، جمعه هفته آینده درباره بالش 3 نفره صحبت میکنیم، اگه بتونم عکسشو پیدا کنم. چون بعضی وقتا با اسم خود بالش 3 نفره می‌نویسم، بعضی وقتا با نام آریان یا آریان ایران. این ببینم که میتونم پیداش کنم یا نه. خب نمیدونم. بالش 3 نفره در هر صورت آقای فرزان دلجو و علی پورتاش. آقا من نمیدونم این چرا ایکان یا این علامتای رو کامپیوتر هی خود به خود جابجا میشن. والا نمیدونم، اون چیزایی هم که باید بزنیم که جابجا نشن زدیم، ولی بازم خود به خود میپرن اینور اونور رو جابجا میشن. آها حالا پیداش کردم بهتون بذارم ببینم اینجا. امید فردا اینو دارم. خب اینو که نشون داریم، اون یکی بالش 3 نفره، امید 2019. نه اون دوشنبه و چهارشنبه و جمعه براتون چی میکنم. اگه این دوستانم آمدن در شهر یا دوست داشتن مصاحبه جایی انجام داده بودن، مصاحبه اونها رو هم نشون میدن. و باز برگردیم به اون دوستانی که فکر میکنن کار رادیو تلویزیون باید این باشه که اگه یکی گفت آقا قصابی باشکوه فلان، طرف بیاد بگه آقا این قصابی کلسترول فلان. نه، ما آگهی قصابی رو میفرسیم، شما هستی که تصمیم میگیری گوشت بخوری یا نخوری. اگه خوردی کلسترول گرفتی، آگهی دکترم میذاریم، برو دکتر خوب بشی. چقدر راحت میشه زندگی. ساعت 8 صبح هم برای دوستامون
چی نمیفرستیم که آقا اینو بگیر، اول اعصاب تو رو خراب کردم، حالا بفرست برای دیگران. چشم. بالش 3 نفره 16 مارچ در نووا ویرجینیا. و اما برای اولین بار انتشار ناگفته های بازداشت تیمسار حسین فردوس. دروغ میگن، این اولین بار نیست، من اینو قبلا خوندم. منی که خیلی کلم توی روزنامه ها و مجله های ایران نیست، درباره این قبلا خونده بودم که این فردوس رو چگونه گرفته بودن، چگونه حتی بهش خونه داده بودن، تو اون خونه زندگی میکرده و اینها، و بعدم چجوری به روایتی سرش رو زیر آب کردن، میگن خورده زمین، سرش خورده با حوض و مرده و اینها. ولی این آدم عجیبی بوده، حسین فردوس از بچگی با شاه بزرگ شده. بعدن بر این باور هستن بعضی ها که این جاسوس سه‌جانبه بوده، هم جاسوس انگلستان بوده، هم جاسوس روسیه بوده، هم با آمریکا همکاری میکرده. حالا دیگه نمیدونم چه حد میشه، شما تیمسار مملکت باشی، یار غار شاه باشی. چرا میگم یار غار؟ موقعی که تو سوئد بوده این فردوس گویا باهاش بوده، ولی فردوس یه داداش دیگه هم داشته که اونم تیمسار بوده. نه، در هر صورت اینا بعضی وقتا برای این که خواننده جلب کنن دروغ میگن، میگن برای اولین بار. یا به قول بعضیا این آقای رضا سلامی مینیسه بریکینگ نیوز، میگم آقا این خبر مال 30 سال پیشه. میگه خب خبره بریکینگ نیوز جدیده برای اونایی که این خبر رو 30 سال پیش تا حالا ندیدن. کاکو به مردم بگو تلویزیون رو در سطل آشغال نریزن، یا به محلهای تعیین شده ببرن، یا مثل من سوا کرده و به قسمتهای خود بریزن. حداقل نوه نتیجه ما کمی در دنیا آرامش داشته باشن. خوب شد که گفتی. و این داری چی کار میکنی؟ این تلویزیون تیک تیکی کردی روی اتاق، چی میگن، روی میز تشریح، چه بلایی به سرش میاری؟ این تلویزیون رو عکسش رو این فرستاده و من حتما در این مورد میگم، در مورد باتری ها میگم که باتری های 9 ولت، باتری های معمولی. بله این تلویزیون رو من نمیدونم، شما تکلیکش میکنی چیزی مورد استفاده داره به ما یاد بده، اگر نداره میگه که تلویزیون رو در چیز نندازین، در سطل آشغال های معمولی اینا نندازین. خب اگر همچین نکنی خب من میخوام پول ازت بگیرم ببرم. نه یا میبرن. دوستان این باتری های 9 ولت هست که اون وقتا زبون رو میزدیم با دو تا خون مثبت منفیش بالا هست و میسوخت و کیف میکردیم و اینها، اینا الان چند ساله میگن شما میندازیش تو سطل آشغال. بعد این سیم ظرفشویی یادتونه؟ سیمای ظرفشویی آهن و آلومینیوم و اینها هست، ولی مثل تار موه. اینا رو هم ظرف شستی خوش شده دیگه، نمیخوای میندازیش سطل آشغال. این مثبت و منفی اینجا آماده، این هم میاد میچسبه به این شورت میشه آتیش میگیره. توی آشغال چیه؟ بعد از 2-3 روز اگه یه آشغالی مونده باشه دیدید بوگند میده، اون بوگند گازیه که باعث آتش سوزی میشه. بی خود نبود از گاز مستراح توی اصفهان بهترین حمام رو درست کرده بودن. اون گاز چی بهش میگن؟ در صورت باعث آتش سوزی میشه. سعی کنید باتری ها رو ببرید توی جاهایی که گذاشتن برای این کار، مثلا توی بست بای یه جای گذاشته باتری ها رو شما میندازید، یه پلاستیکی میندازید اونجا که حتی باتری ها با باتری های دیگه باعث آتش سوزی نشه. در صورت ممنونم از پتیک که اینو به ما یادآوری کرد تا ما به شما بگیم. میگه تلویزیون ها رو نریزید همینجوری این ور اون ور توی آشغال، ببرید بذارید جایی که میبرن. انتشار لیست کامل پولهای ضبط شده فرزندان مسئولین از سوی وزارت خزانه داری. 66 نفر رو نوشته. من اگر شروع کنم بخونم شما چند تاشو باور میکنید که درسته؟ بهتون گفتم یه دفعه حخا چند سال پیش با شور و هیجان زنگ زد به من، گفت که آقا یه لیستی برات فرستادم اسامی و پولای این آقا و آقازاده ها، دیدیش؟ گفتم آره گرفتم.
گفت تو برنامه بگو. گفتم آخه اشکالش اینه که نفر دوم اسم شماست. گفت راست میگی، این که بلد نبود که. بردودم تو ادوبی و ادیتور و فلان اینا، اسم اینم نوشته بودم نفر دوم. گفتم آره من برات میفرستم. براش فرستادم، گفت که ای فلان فلان شده ها من کچ. گفتم ببین، پس به همین سادگی. یا یه مدتی بود CNN یه صفحه درست کرده بود به نام آی ریپورت، بعد طرف میگه آقا تو CNN نوشته. میگفتم بابا بخون آی ریپورت یعنی من گزارش میدم. این من همه میتونن باشن. حالا شما یک کیلو هم باشی میگی منم، اگر 6 کیلو هم باشی میگی منم. این من اون گزارش چیز نیست. تازه این روزا حتی CNN و این ورور هم که خبر میدن، شما باید بری از چند تا منبع دیگه جستجو کنی تا ببینی درست یا نه. حالا از همه اینا گذشته، آقای هندریک عزیز، اسامی دزدهای ایران برای ما فرستادی. این کار در زمان شاه هم اتفاق افتاد، مبلغ پولاشون هم راست یا دروغ نوشته. من چه کار میتونم بکنم؟ من چه کار باید انجام بده که آقای غلام حسین الهام 56 میلیون دلار، آقای سعید پناهیان 17 میلیون دلار؟ خب شنید چه کار باید کنم؟ هیچ که دیگه نمیگه. و اما دیروز ما نشسته بودیم اینجا، نمیدونم فرخ برای من یه چیزی فرستاد. والا من خیلی از این کارهای فیسبوک رو متوجه نمیشم چجوری انجام میشه. یکی یه چی میفرسته روش کلیک میکنی شما رو برای یه صفحه، یکی یه جا میفرسته میزنیم برات تلگرام. زدن و ما رفتیم یه جایی دیدیم سه نفر نشستن، یکیشم به نظر لهجه شیرازی میومد و به نظر سنشون هم جوان میاد. اولا اینا خیلی گیج بودن، میگفت که دهه پنجایی ها و میگفت البته ما که دهه شصتیم، اون یکی فلانی، ما هم نفهمیدیم این دهه پنجا یعنی دهه پنجا اینا به اصطلاح آدم های بالغی بودن یا دهه پنجا دنیا آمدن. دهه پنجا یعنی از سال 1350 تا سال 1359، درست میگم؟ من بهتون گفتم یه دفعه این آقای چارلنگ، نه چارلنگ چی بود، یه پسر جوونی از ایران اومده بود به من میگفت که ما نسل پنجمی ها. گفتم آقا یعنی چی نسل پنجمی ها؟ اگه از انقلاب مبدأ انقلاب، شما نسل دوم هستی، چون هر نسلی 25 سال طول میکشه. این روزا که باید نسلا رو بذارن 30 سال، چون طرف تا 30 سالش نشده به ندرت ازدواج میکنه. اینی که میگفتن 25 سال برای که 22 سالگی ازدواج کرد، 25 سالگی هم بچه دار، پس 25 سالش که بابا بود یه بچه داشت. این نسل میگه نه دیگه، ما منظورمون دهه 50 بود. میگم دهه 50 یعنی چی؟ شما سال 50؟ میگه نه من اون موقع 7 سالم بود، انقلاب شد 12 سالم بود، ببخشید. میگم خب شما دهه 50 نیستی که، شما دهه 40 هستی. یه مشتی آدم مشنگ، ولی چون فرخ برام فرستاده بود و چون دیدم خواهر ایشونم دکتر اونجا بود، گفتیم خب وایسیم گوش کنیم. وایسیدیم گوش کردیم، دیدیم آقا از ما بدتر این سه نفر به همه فحش میدن، هیچ کس هم قبول ندارن، همه هم جاسوس میدونن و یه جورایی اینا دوچار مالی خولیا شدن، یعنی همه دسیسه. امید دانا رو جمهوری اسلامی فرستاده بیرون، گنجی رو جمهوری اسلامی فرستاده بیرون، گوگوش رو جمهوری اسلامی فرستاده بیرون، سوربی رو جمهوری اسلامی فرستاده بیرون، اصلا حضرت آدم هم جمهوری اسلامی فرستادهش بیرون. بعد راجع به فخرآور صحبت میکردن، اونام از هر، ما میگیم از هر دری سخنی، اونام از این شاخه به اون شاخه، که من بعضی وقتا نمیفهمیدم اینا الان دارن راجع به فخرآور صحبت میکنن، راجع به روح الله زم صحبت میکنن. بعدم این قسمتی که ما کامنت می‌نویسیم، آقا فرخ اگه هستی اونا هم میبینن یا اونا رو تلگرام هستن؟ شما مال گاز متان، منم میخواستم بگم بوتان، گاز متان، یادتونه تو ایران بوتان گاز داشتیم؟ بله. مسعود دهنمکی خیلی ممنون. آها ببین آقای اکبری، من انقدر تو کار رادیو تلویزیون بودم که دیگه اسم این علی بنگی رو نمیارم چون براش تبلیغ میشه، ولی بذار اون اسم منو بیاره، چون دیدم بعدش طرف میاد بعد سه هفته مینسه آقا چقدر ممنونم که این مردک دیوانه اسم شما رو گفت، من با شما آشنا شدم.
در صورت اینم از اون ماجرا و بریم سراغ اولین بار انتشار ناگفته های بازداشت تیمسار حسین فردوس. اینو براتون هم نشون میدم هم میخونم هم روی چیز گذاشتم، بگید روی فیسبوک هم گذاشتم، ولی ببینم این اینه یا یه چیز دیگه است. آها، اول حالا که رو صحبت از پتیکم شد و راجع به ارمنیا، اینم من به شما نشون بدم. ببین وقتی من میگم این لاتاری اقامت آمریکا رو من قبول ندارم و تنها کار پیشنهاد خوبی که ترامپ کرد این بود که گفت من این لاتاری برنامه رو جمع میکنم، چون اینجا شاهد بودم که چه خانواده هایی جدا شدن، از هم ریخته پاش شده. برید بزنید به فارسی بنویسید خودکشی بچه 12 ساله، بچه 11 ساله و 4 ماهه خودکشی کرده، خانمه در کالیفرنیاست، زنگ میزنه به هولاکویی، بعد میگه که اینجور شد اونجور شد، بچه‌مون از طبقه 6 خودش انداخت پایین. شما باید قبول کنید خود ماها که بزرگ بودیم اومدیم چه سختی ها کشیدیم، تو مغزمون چه اثر ها گذاشته. اینی که امروز مثل سگ به هم میپریم، والا سگ کجا مثل ما به هم میپره. نتیجهش یه سری همین از اینجا بکش برو آلمان، از آلمان بکش برو اونجا، از آلمان اینجا 2400 مارک گرونه، بلند شو برو 80 کیلومتری بادکه قسناخ اونجا 700 مارک اجاره بده. اینا آدمها رو روانی و دیوانه میکنه. حالا نگاه کنید، ورود گروهی از مسیحیان ارمنی ایران به آمریکا پس از ماها انتظار. مقامات ایالات متحده به گروهی از مسیحیان ارمنی تبار ایران اجازه داد وارد خاک این کشور شوند. این گروه که شامل 17 نفر می شوند پس از آنکه یک قاضی فدرال به دولت دستور داد در تقاضای آنها بازنگری کنند، ظرف چند هفته گذشته وارد لس آنجلس شدند. این در حالی است که بسیاری دیگر از مسیحیان ارمنی هنوز پاسخی برای درخواست ویزای خود دریافت نکردند. صحبت من اینه، خب آقا اینایی که ارمنیه، اینایی که بیچاره یه سریشون ترکا کشتن بلند شدن اینا برگشتن رفتن ایران و کشورهای دیگه، یه سریشونو هر کسی که شما بگی به اینا ظلم کرده، اینا رو بیاری. آقا علی بنگی طرف 70 ساله رو میخوان چی کارش کنید؟ بفرم اینم این میگه این در حالی است که بسیاری دیگر از مسیحیان ارمنی هنوز پاسخی برای درخواست ویزای خود دریافت نکردن. اینم از این ماجرا. و برید اون خانمی که صحبت میکنه که بچهش خودکشی کرده، ببینید هم خودش به گریه میفته هم دکتر هولاکویی گریه کرد. والا من این برنامه رو یه بار دیدم، ولی یه ساعتی داشتم اشک میریختم. خب اون بیچاره که مرد تموم شد رفت، ولی مادری که هر روز یادش بیاد که بچهش خودکشی کرده، دکتر هولاکویی میگه اصلا این یه چیز کم سابقه ای هست که آدم ها زیر 17-18 سال، اون میگن بحران و دوران بلوغ و اینها، بعضیا خودکشی میکنه، ولی 11 ساله، اول گفت 12 ساله، گفت نه آقا 11 سال و 4 ماه. بله، مانوک خدابخشیان هم میگه همه را جمهوری اسلامی فرستاده. حال مانوک بابا دیوونه است، مانوک همون بهتره بره فوتبال رضا پهلوی رو گزارش کنه. اولا این مرده که آقا دیگه وقتی شما شروع میکنه دستت لرزیدن، برو تو رادیو صحبت کن، یه عکسی مال جوانی تو بذار پشت رادیو صحبت کن. میاد میشینه، اونم با کی؟ با آقای میرزا قاسمی، علیرضا میرزا قاسمی، درسته؟ آقا این آقا تا 2 روز پیش میگه ما نمیخوایم سیاسی باشیم، وقتی که تبلیغا و این ورانور بسته شد اینا اومدن سیاسی شدن. بعد باز اون اقلا چون کننده است، بلد فیلم سازه، میاد میشینه این مرده که پیر رو میندازه جلو. اینم هی میگه ترامپ. آقا شما یه آمریکایی پیدا کن که به ترامپ بگه ترامپ.
حالا تو ولک خوزستان بودی، فکر میکنی انگلیسی از همه بهتره. این آقای ترامپ در بازی شطرنج فوتبال ما گفتیم رفت آفساید. یکی بهش میگه آقا تو این 40 سال گذشته، آقای مانو که خدا بخشیان که انشالله خدا ببخشته در خدای وجود داره، شما چند تا پیش بینی کردی که درست بوده؟ یا شما هم مثل این بیبانی معتاد هر وقت یه اتفاقی میفته میگی ما گفتیم؟ ما یکی نیست بگی خب فیلم رو نشون بده. سوربی اگه میاد میگه من گفتم به بیژن فرهودی، نوشتم رو اسکایپ هست، میتونم بهتون نشون بدم که گفتم آقای بیژن فرهودی داری با بند پوسیده روح الله زم مثل نوریزاده با بند پوسیده سردار مدهی میری در چاه مستراح آخوندا و رفت. این هم از این. بله همش میگه I love you. خب این کمبود داره و ایلا به کسی که نمیبینی و نمیشنسی هی زرد و زرد I love you I love you یعنی چی؟ کمبود داره بیچاره. خب دوستان عزیز، آقای کوروش سلیمانی رو دوشنبه داریم. دوشنبه خیلی برنامه مهمیه. اولا از 12 ظهر شروع میکنیم. دوستان از کانون آوا، بذارید ببینم هنوز معین هست کیا میان یا مشخص نیست. کانون آوا، یک لحظه. بله از 12 ظهر برنامه کانون آوا شروع میشه، معمولا تا 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک. از 2 بعد از ظهر برنامه سوربی با مردم تا 4 و 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد که درباره بهائیت و بهائیان صحبت میکنه. و اتفاقا این دوستمون که از آلمان زنگ زده بود میگفت که اون کسی که شما باهاش صحبت کردی بهائی هم هست ولی با زرنگی خاصی بهائیت خودش رو پنهان میکنه. گفتم خب خانم دیگه من و شما که آلمان و آمریکا هستیم یه کمی چیزی که درباره دین کسی بخوان صحبت کنیم، به من و شما چه، هر دینی میخواد داشته باشه. و اما پخش ویدیوی انجمن زنان در تلویزیون مردم به مناسبت روز جهانی زن روز دوشنبه 11 مارچ 2019 برابر با 20 اسفند ماه 1397 ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، ساعت 18 به وقت آلمان و ساعت 20:30 به وقت ایران، اعضای انجمن زنان روز جمعه 8 مارچ 2018 به مناسبت روز جهانی زن صحبت کردن این دوستان و اجازه بدید من عکسشون هم اینجا نشون بدم. و پس برای روز دوشنبه ما برنامه زنده با کانون آوا نداریم، فیلمشون رو نشون میدیم و کار خوبی هم هست که از خانم ها و بانوان گرامی که چه ظلم ها به اینها شده در سازمان مجاهدین استفاده میکنن و نشون میدن. میگه که باید بگه دوست دارم تا به دل بچسبه. از همه خنده‌دارتر حرفای خدابخشیان درباره انتخاب سرکوزی رئیس جمهور فرانسه بود که من با شنیدن حرفایش از خنده روده درد گرفته بودم. ما میگیم روده بر شدم و یا دل درد گرفته بودم. اینو خانم طنازی میگه. اولا شما اگه نگاه کنید این درست همون تعریفیه که من میگم اینها مفسران پشکل تا بمب اتمن، یعنی درست مثل شاهنشاه آریامهر، درست مثل آخوندهای نادان، اینا فکر میکنن از پشکل تا بمب اتم رو بلدن و همه رو هم تفسیر میکنن. البته خب وقتی هم زیاد میاد یک کمیش مزه مزه میکنن. مز همین پشکل خوردن گوسپیت شدن، مز همین بمب اتم خوردن میبینی که همشون یه چیزشون میشه. بلا آقا شما بگو مثلا من قسمت اروپا سررشته ندارم، نمیدونم، میشینه با یک اطمینان خاطری. بله من دیدم، من چند تا برنامه‌اش گاهی وقت دوستان برای من میفرستن میگن آقا ببین و بخند. خب اگر کسی به اینا بگه که آقا مردم میشینن برنامه‌تون رو نگاه میکنن میخندن، اولا خوشحال میشه که چهار نفر خندونده. ولی اگه فکر میکنه که با این تفسیرها و پیشبینی‌ها، من پیشبینی میکنم که تا 6 ماه دیگه آخوندها نیستن. برید ببینید اینا رو مثلا چند بار گفته. و اما خب این دوستان کوروش سلیمانی، کوروش سلیمانی کاریکاتوریسته یا اینجا کاریکاتور میگن، قبلا هم چند تا برنامه تو تلویزیون مردم داشته، خیلی هم وبسایت ساده ای داره، فکر کنم کوروش 123.com
و ایشون با من در تماسه، الانم در به اصطلاح تدارک تهیه یک استدیوی فیلمبرداری هست که برنامه‌های خودش رو داشته باشه. به نظر من اشتباه میکنه، چون من بارها گفتم اگر من یک کسی میومد به هم یه همچین آزادی میداد، یه تلویزیون مثل تلویزیون مردم، به شهادت صبری حسنپور، به شهادت آقای احمدیان، به شهادت حسیبی، به شهادت آقای عقیلی‌پور، به شهادت همه اونایی که اینجا برنامه داشته باشه، به شهادت همین دکتر محیط ناخلف، که نه به کسی میگم چی بگو، نه به کسی میگم چی نگو. اگه به من یک کس تلویزیون بده، من مرض دارم بیام اینجا بشینم. دیروز اومده بودن اینجا کیبل ما یه اشکال داشت درست کنه، طرف گفت این همه وسیله و فلان اینا، گفتم ما خودمون اسیر کردیم. خب هفته یه ساعت مثل دسته گل برو یه جا بشین، برنامه‌ت اجرا کن، آبجویت هم بخور، با دوستانت هم کلکل کن و برو دنبال کار زندگی. ولی خب آقای کوروش سلیمانی مثلا ممکنه به دلیل اینکه روش برنامه من دوست نداره، حالا میخواد من از بپرسیم دوشنبه میاد، بهش گفتم شما برنامهاتو که تهیه میکنی بفرست، من تو تلویزیون مردم هم نشان میدم. و هر وقت کسی میاد به شما میگه آقا چرا رفتی تو اون تلویزیون، بگو شما از کجا منو دیدی؟ میگه تو اون تلویزیون، بگو من از تو اومدم اونجا، من به خاطر اینکه آقای مانی تلویزیون مردم رو تماشا میکنی، من آمدم تو تلویزیون مردم برنامه گذاشتم که شما منو ببینی. آقای اکبری شما تلویزیون مردم رو تماشا میکنی، من آمدم اونجا. اگرم تماشا نمیکنی که من نیستم اونجا، پس چرا؟ خب مانوک چون دروغ چرب و شیرین میگه و مردم دوست دارن دروغ بشنون، هرچند دروغ باشه خوششون میاد. خب دیگه شما گفتید دیگه آقای خوشنودی، ولی یادت باشه من و شما هم جزو همین مردم. ضمناً این پیرن من مشکیه، مشکیه بلوز من مشکیه مشکیه، حالا تو این رنگ دارم ببینم یه کمی مثل قهوه‌ای شده، شاید به دلیل این نقاشی که این پشته، چون بک‌گراند خیلی تأثیر میذاره. یه فیلمی هست از ZDF ساخته، آقای پتیک برای من نوشته بود و من تو مردم تیوی چند روز نشون دادم، دیدم چند بار بلاک کرد، استاپ میکنه به این صورتی که تو برنامه زنده وقتی اون میگه چیه، وقتی داری اینو نشون میدی اینو خاموش میکنه تا موقعی که قطع شد اونو یکی دیگر نشون میده. ما گفتیم بابا ولش کن، ضررش بیشتر از نفعش. تو اون داشت راجع به چی میگه، خدای طرف میگه مانی خورسندی میگه دوربینت کوررنگی داره، فکر کردم بخوای بگیم don't worry ما تماشاچی ها کوررنگ هستیم. شما هیچ وقت دوستی داشتین یا فامیلی داشتین که کوررنگ باشه؟ من داشتم و واقعا اصلا نمیفهمید این رنگ سبز اون یکی قرمز اون آبیه، گفتم شاید تو سگی فقط سیاسفید میبینی، به اونا به شما نیست. در هر صورت توی این فیلم نشون میده طرف میگه میخوام برم برای استخدام کار، میگه عکست پشتش باید سفید باشه، میگه میخوام برم پاسپورت بگیرم، میگه عکست خب قانونش هم هست باید سفید باشه، میگه میخوام برم اداره دولتی، میگه باید سیاه باشه، برای دادگاه باید سیاه باشه، طرف میگه میخوام برم مدرسه، میگه برای مدرسه باید سیاه باشه. این بک‌گراند یا پشت، گراند کلا یعنی زمین، بک‌گراند حالا چرا میگن زمینه پشت، زمینه پشت چیز میکنه، رنگ تأثیر میذاره رو رنگ اینجا. به همین خاطر من وقتی با دوستان برنامه دارم از طریق اسکایپ برایشون یک ویدیویی رو میفرستم که اون خانمه پیشنهاد میکنه که شما نرید پشت به پنجره و پشت به نور به طرف دیوار بشینید، بشید مثل سیلویت یا سیاه قلم، بشینید به طرف نور، پشتتون رو تا اونجایی که امکان داره سیاه کنید، تیره کنید، رنگای دارک استفاده کنید، اون وقت صورت شما هر قدم مثل سربی سبز باشید اینجوری به اصطلاح سفیدتر نشون میده. پس زمینه آقای خوشنودی چون تو کار ویدیو بوده در ایران میگه توی ایران بهش میگن پس زمینه. کوروش سلیمانی دوشنبه مهمون ما هست تا درباره اسماعیل وفا یغمایی و خانم فرح دیبا صحبت کنه، چون کوروش به من میگه به نظر من شما وقتی از فرح صحبت میکنی نباید بهش بی احترامی کنی. گفتم آقا وقتی یک کسی هرزه است دیگه، کسی که دوستش رو میبره تو کاخ بهش اتاق میده، تو اتاق اون زندگی میکنه، شاه باید بره یه اتاق دیگه
جوک ها ساخته بودن، میگفتن شام یاد در اتاق فرح در میزنه، فرح میگه کیه؟ میگه ما هستیم. میگه من امشب خسته هستم، یکی یکی میاد. و این خانم تمام دوستای دوره دانشگاه و فرانسه و اینا رو آورد اونجا برای خودش فاحشه خونه را انداخت که خودش تنها فاحشش بود. اینجاست بره من سو کنه. شما که 800 مایلی اینجا هستی ناراحت میشی. در هر صورت اینم از ماجرای آقای کوروش سلیمانی و آقای فرزاد نیساری هم داریم. چون بهتون گفتم فرزاد نیساری دوشنبه هفته قبل در برنامه‌ای که آقای مینوی داشت یه دفعه یه نوشته ای رو نوشت، من بهش گفتم آقا این شوخیه یا شما واقعا به فکر رفتن ایران هستید؟ چون میدونید ونزوئلا این آقای جوانی که خود اعلام رئیس جمهوری کرد و مردم دور برشن آمده بود بیرون، گفتن این دیگه تموم شد کارش، این آمد بیرون حالا یه بلای سرش میارن یا اجازه ورود مجدد بهش نمیدن، ولی رفته اونجا با به اصطلاح خیلی هم خوشحالی مردم دور برشن و داره زندگی میکنه و احتمالاً من فکر کنم اون چیز رو سرنگون میکنه و این میگیره حکومت رو دستش. باز یه بار دیگه از اون دوستی که از ایریا کد 778 زنگ زدید از کانادا، چون گفته بودید حالا به شماره تلفن دیگه زنگ میزنم، من گفتم لابد کار داره، هر وقت اون وقت داشته باشه زنگ میزنه. من منتظر شما بودم امروز صبحم، چون 3 ساعت شما از من جوانتری ساعتتون، گفتم مزاحم نشم. و جنگ جهانی سوم، اوباما و ترامپ با همدیگه نشستن نقشه کشیدن، این جوکه یا حقیقته؟ حتما قبلا هم شنیدید. اون یکی میگه من نشنیدم. اوکی. میگن که اوباما و ترامپ نشستن و گفتن که باید جنگ جهانی را بندازیم و الا اقتصاد آمریکا از بین رفته، از اینم بدتر میشه. گفتن چه کار کنیم؟ گفت که 300 میلیون مسلمون رو میکشیم، آنجلینا جولی رو هم میکشیم. همه گفتن آنجلینا جولی این رو هم میکشیم. همه مردم دنیا اعتراض کردن آنجلینا جولی رو چرا میخوان بکشین؟ سیاستمدارا به هم دیگه گفتن دیدی ما به شما گفتیم 300 میلیون مسلمون که هیچ، تمامشون هم برای دنیا مهم نیستن، ولی یک نفر این خانم آنجلینا جولی براشون مهم. آقای خوشنودی میگه تازه شاولایا میگن مطبوعات اروپا لقب نجیب ترین ملکه‌ای که بعد مرگ شوهرش نه شوهر کرده نه دوست پسر و رابطه جنسی با شخصی داشته به اون داده. این که شوهر نمی کنن از زرنگیشونه و الا عکساش با آلن دلون اومده بود بیرون. و خب حالا دیگه این خیلی وارده بعد از اون همه تجربه، و کسی که با اون پررویی فاسق، میگن فاسق، خودش رو میبره تو کاخ، کسی که افراد گارد و اینا وقتی میبیننش یکی یکی برای یکشون خونه میخره، برای یکشون بیزینس درست میکنه، با پسرخاله خودش دعوا میکنه، لابد بعدن دیگه یاد گرفته چجوری هر خاکی هم میخواد تو سر خودش بکنه به اصطلاح اون خاک رو یه جوری تو سرش بکنه که کسی نفهمه. ضمناً به این نشریات اروپا، اولا اینا خودشون لابد با اونای دیگه ما مقایسه میکنن، اینو با خودشونیا مقایسه میکنن که اونا بعضیاشون سابقه شون خیلی خرابه. اون مال ایتالیا بود، اون نخست وزیر مرد پیری بود، ولی همش اوکی. اینم گفتیم و کانادا هم گفتیم به اون دوستمون. دوشنبه هم گفتیم که با آقای فرزاد نیساری هستیم و آقای کوروش سلیمانی. تا درباره اسماعیل وفا یغمایی که من گفتم این آقا مسئول و باید پاسخگو باشه به مردم به دلیل اینکه آمده و مداح رجبی بوده، ایشون گفت من نظرم با شما مخالفه. گفتیم خب بیا و بگو. این گروهی از ارمنی ها اینو خوندم براتون، یه چند تای دیگه بخونیم و بریم. ساعت 3:49 هست. بحران ونزوئلا، چین نسبت به مداخله خارجی هشدار داد برعکس آمریکا.
که هی از اینجا میگن ما او رو قبول داریم، ما او رو قبول داریم. خب پس رأی مردم چی؟ اگه شما کشورهای دیگر دارین تبلیغ میکنین که باید رأی گیری باشه، انتخابات باشه، اینجا که رأی گیری بوده، انتخابات بوده. ولی اینا تجربه فلسطین، تجربه لبنان دارن که توی یکیش حزب الله آمد با رأی گیری بالا، اون یکی دیگه کی بود؟ اون خلاصه دو تا چیزی اومد که اینا نمیخواستن. اینم از این. بیشتر بخونیم ببینیم چرا چین میگه باید مواظب دخالت خارجی ها در کار ونزوئلا باشیم. و میدونید که الان برای ونزوئلا از اون و آرژانتین، از این و کولومبیا، نه درست میگم، میخوان کمک کنن بفرستن، ولی این رئیس جمهوره مرزها رو بسته و جلوگیری میکنه و تا الان چندین نفر کشته و مجروح شدن. و این چیه؟ پولا رو مردم به دیوار، به درختها آویزون کردن، یعنی دیگه ارزشی نداره. وانگیو یا وانگی وزیر امور خارجه چین روز جمعه نسبت به مداخله در امور داخلی ونزوئلا و اعلام تحریم علیه این کشور هشدار داد و با بیان اینکه درس تاریخ شفاف است گفت نباید مسیر فاجعه آمیز گذشته را تکرار کرد. بازم صد رحمت به این چینی ها. میگه که این دیپلمات ارشد دولت چین افزود دولت چین تا به حال بارها نسبت به عدم مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی ونزوئلا و تحت فشار قرار دادن نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور هشدار داده است. پکن از تداوم گفتگوهای مسالمت‌آمیز برای رسیدن به راه حل سیاسی میان دولت و مخالفان به منظور تضمین امنیت مردم و ثبات ونزوئلا حمایت می‌کند. دخالت خارجی و تحریم‌ها موجب می‌شود قانون جنگل حاکم شود. اغلب کشورهای غربی خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری خودخوانده دوره انتقال به رسمیت شناختند. ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرده تحریم‌های بیشتری علیه ونزوئلا وضع می‌کند، تحریم‌هایی که این بار به ویژه بانک‌هایی را هدف قرار داده که از دولت مادورو حمایت می‌کنند. اینم از این. و اروپا هم یه قسمتیش به اصطلاح گفته که ما از این رئیس جمهور خودخوانده بلد نیستن، شورای ملی مقاومت بذارین، هی بگید رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت. و هند خواستار ادامه مصونیت از تحریم آمریکا برای خرید نفت ایران. این ماجرای هند و پاکستان، گویا یک خلبانی هواپیماشو زدن افتاده و این مثل این سیکا که سیویلشون رو ریششون رو میبندن، ولی این دستار و اینا نداره، ولی سیویلش اینجوریه و حالا این سیویلش شده مد روز هندوستان به نظر میاد. اون مرد پیر ایتالیایی برلوسکونی صاحب تلویزیون است و با دختران جوان لاس میزده، هنوز هم میزنه. بله خب اینم از این. رویای فوتبالی کودک ایرانی، آرزو دارم محمد صلاح را از نزدیک ببینم. این ماجرای رول مدل و اینها، بعضی وقتا یه افرادی میشن رول مدل بچه ها که بعدن اولا خود اونا سابقه خوبی ندارن. الان شما ببین این خواننده‌ای که اینجا بود بهش میگن رابرت کلی، بهش میگن آر کلی، اسمش اولش رو فقط مخفف می‌نویسه، اولش رو می‌نویسه اینیشیل، چی میگن اینشان آر کلی. ببینید این چه آهنگای خوبی خوند و کجا بود یه دفعه گندش بالا اومد که این با یه دختر 15 ساله و اولینش هم نبوده، با چندین و با زنش مصاحبه میکنن، میگه اصلا این دیوونه است، میخواسته ما رو بکشه و الان هم افتاده توی دام درست مثل ترامپ. و ببینیم چه خواهد شد. این ماجرای فوتبالیست و اینا، طرف تا بچه هست میخواد به اونجاها برسه، وقتی به اونجا میرسه میبینه که نه، اون دنیا دنیای حقیقی نیست. و اما دوستمون که از خلیج فارس برنامه میسازن و چهارشنبه هفته آینده با شما خواهند بود، یک فیلمی رو فرستادن که گفتن این فارسی جنوب استان فارس است.
با هم میبینیم و من میخوام از ایشون سوال کنم که آیا این فارسی پهلوی است یا به اصطلاح این فارسی بیشتر نزدیکتر به فارسی قاطی نشده با عرباست یا چی؟ یک لحظه اجازه میده این فیلم باز بشه و بیارم اینجا. به زودی کتاب یک لحظه اما select area من همون جوری که شکل اینجا هست اون اندازه رو به شما میدم، چون میگم بعض وقتا تصویر ما 4:3 است، اینا 16:9 اینها، شما اگه نمیدونید اصلا لازم هم نیست بدونید، همینجوری خوش باشید فعلا، چون بعض وقتا ندونستن بهتره. خیلی خوشحالم که آقای سهراب چمنارام اینجا هستن. دوستان 4 تا کتاب ایشون رو، آگهیش رو 2-3 جا گذاشتیم، روی فیسبوک گذاشتیم، در برنامه قبلی گفتیم و در توییتر هم گذاشتیم. حسن کتابای آقای چمنارا اینه که مجانی هست. برای ما دوستان ایرانی که همه چیز رو مجانی دوست داریم، و مزیت دیگرش اینه که خیلی آسون شما میتونید به وبسایت ایشون مراجعه کنید، chamanara.net. اونجا عکس کتابا، اسم کتابا رو که ببینید روش کلیک کنید، میتونید پی دی افش رو که خیلی حجم کمی هم داره تو هر کامپیوتری داشته باشید و بخونید. و ببینیم حالا آقای چمنارا به ما قول داده 2020 دنیا وضعیت بهتری خواهد داشت، ببینیم چه خواهد شد. با هم این قطعه را که فارسی به زبان فارسی جنوب استان فارس هست بشنویم و ببینیم چقدر شما متوجه میشیم. من چون عکس روش بود و اینها فکر کنم 50%ش رو متوجه شدم، اگه عکس نبود فکر کنم بیشتر از 25-30% ماکسیموم متوجه نمی شدم. بشنویم و ببینیم. روزن چوکلکی چه زود گذشت، با یکی بود و یکی نبود گذشت، گمانم که دوشبره هسته چه حیف، با تمام خاطراتی مکه کیف، بای از ارخو مانه هست پادری، تو کوچه پس کوچهان چکری، دار توی رنگ مازده دو الکی، ارو تایر ماجکی یکی یکی، چه کشیری نگذی سنگ چلکا، وقتی هی ما کشی تو دار کلکا، با کل هم گذی هفت سنگا خوشه، روز جمعه پاخروز جنگا فشه، توی تاس کوچیک و بستنی یخی، ما که پای پلولوم سیخ و نخی، ما گوزف به مردم ما که دلترک، شاگه به ما شازه یک رنگی کتک، اون روزان گذشت مدو نفتی شهان، که هشتی هسته گرو هفتی شهان، روی گوری پخته ای کرده ردیف، پیت بیستویی و کفت روش رقیف، ترس و مشادا که لرد بیبری هن، هم دیوان بچه برک هم پری هن، از کلنچی خونتاد نشکی درن، هر که شوتن ها برد بیشه برن، قایه مدرسه دایوم مانالی، از کیف پاره و کفش پارسالی، شاک بسچن سرمون با مکینه، همه چی ماخری از مش سکینه، میز آخر جاموزه بیخ و بازور، از بر چهم معلم ما بودور، گش و مونک کشه گفته گچ بیا، رنگی ماسه سفید با تخت سیاه، اون روزان گذشت که ماره بالا شر، لحه پیشی از سوند و گاش کر، صبح شفک خروس شخوند از تو کتوک، او شهند از سر چشمه لو وجود، دگنین مثل کدیم او روزونی، چه که گک پیداشه بود تو بارونی، او شک سقف مچوب و چندله، جا و جای خونه تاس و منجله،
مد بودا به دختون دامن کلوش مود کرنیلی فکل شاک جلوش جمعشون تترون و چی تتوپ توپی پاخ و شاک دمپایی کاپ کوپی بود پانکی و جمعه پچسکن و شوالنسی یا که گواردیان با یه بیله چوک و هست کارمون پارک شهر ما رفته پا قرارمون. ممنون از دوستمون و ممنون از آقای خوشنودی. میگه که این زبون لاری از سمت لارستان. من اتفاقا لار زیاد میرفتم، اون لار و جهرم و اینها، ولی لامرد و خنج و اینها همون دور برا بود دیگه. بسیار دوستان ممنون و متشکرم. برنامه آقای حسن ارشاد رو براتون پخش میکنم ساعت 4 بعد از ظهر. یادتون باشه تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. شما جز مردم هستی خانم تنازی، خودتو نکشون با شما هم جز مردم هستی و شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم درباره هر چیزی که میخواین صحبت کنید. من همین امروز چند تا آگهی دیدم، یک خانمی به نام سارا خانم گذاشته بود توی فیسبوک چند تا دستبند و انگشتر و اینها. براش گفتم که اگر میخوای شما میتونی بیای تو تلویزیون مردم، لازم نیست کسی بلند شه بیاد اینجا، من بهتون یاد میدم چجوری یه دوربین بذارید اینجا قشنگ صاف، شما یه نور صاف و فیلتر هم داشته باشید، انگشتر رو بذارید اینجا، جواهر بذارید اینجا، نشون بدید و به مردم معرفی کنید و مردم با شما تماس بگیرن. خب حالا خانم عزیز فرهنگی که از آلمان زنگ زدی، اگه این سارا خانم بخواد دو تا تیک جواهر در تلویزیون مردم بفروشه، من باید چه کار کنم؟ راهنمایی کنید، لطف کنید زنگ بزنید بگید من با برم سو سابقه باباش، سو سابقه مامانش، سو سابقه خودشو بگیرم که این میخواد بیاد از تلویزیون مردم استفاده کنه تا با شما در تماس باشه. کارمون خیلی خرابه. روز روزگار بر شما خوش. فردا شب با امید در چری بلاسم استرلینگ خواهیم بود و امیدوارم که شماها هم بیاین بلیتو به موقع بخرین. هم اونا متوجه میشن چند نفر میان، وسایل و تجهیزات آماده میکنن، هم خودتون راحت ترین. صبر نکنید اون لحظه آخر، هی نگید که حالا شاید بابام تا فردا مرد. خدا بیامرزش، حتی اگه مرد شما بلیتو بدید به دو تا دوست دیگه تون مجانی بیان اونجا. روز روزگارتون خوش. آخر هفته است، مشروب اگر میخورید کم بخورید، به قول اون آخوند دانشمند عرق خوردن اونم مثل آدم نیست. خوش بگذره. خیلی ممنون خانم جیلانی عزیز، امیدواریم در هفته آینده بتونیم شما هم بیاین با ما صحبت کنید، چون هر وقت شما میاین دوستان از ما میپرسن که چرا خانم جیلانی هر هفته نمیاد. میگم بابا خیلی بیزیه، تو این ورور رادیو تلویزیون ها همش مصاحبه میکنه، همینم که میاد اینجا ما ازش ممنون و متشکریم. ضمناً به شما به عنوان یک بانوی ایرانی خانم جیلانی روز زن رو تبریک میگم. ولی اونایی که فکر میکنن حالا اگر روز زن شد و اگر مساوات شد حالا نوبت اونها میشه که زور بگن، من میگم این بنای غلط رو نگذارید و بذارید دنبال مساوات و برابری باشیم. البته یادتون باشه مردا میگن ما منتظر اون روزی هستیم که مساوات باشه، چون تا حالا که ما ظلم شده. من نمیگم آقا، یادتون باشه. من 40 سال ازدواج کردم خوب و خوش و حرف زیادی هم نمیزنم. دوستان با امید دیدارتون. خیلی ممنون که با ما بودید. متشکرم. میشم اگه تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید. به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر، به امید روزی که من و شما مثل حزب اللهی‌ها عمل نکنیم. حتی اگر 100% مطمئنیم که ما درست میگیم، بذاریم اونا انتخاب کنن تا برسن به ما. با چوب و چماق حرف درست رو هم نمیتونید به خورد دیگران بدید. مرسی.